بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشید. اجازه بدید ما این 10 دقیقه 5 دقیقه اول رو با شماره تلفنی که اینجا هست بهتون نشون بدیم و بذارین دوستانی که خیلی حالت جنبش بهشون دست داده، میخوان ایران رو آزاد کنن و فکر میکنن که با فوش دادن، با گفتن یه مش شعار تو خالی این کار امکان داره، اونها به قول معروف دق دلشون رو خالی کنن تا بعد من و شما مثل دو تا آدم متمدن قرن 21 بشینیم اینجا و ببینیم چه باید کرد. اجازه بدین این 2 این 3 این 4، بله این 2 زوربی با مردم چهارشنبه، اون چرا رفت اونجا، ولش کنید برگردید. بله مردم tv.com، شما هم می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. صبحی با مردم چهارشنبه دوباره و یک شو عوض کنیم، براتون یک تاریخ انگلیسی بذاریم که یک کمی ادای اونایی رو که جلو افتادن در زندگی در بیاریم. اینجا اوورلی 4، من یکم امروز دیر رسیدم، یه جایی بودم، بعد تا اومدم اینجا ترافیک بود و اینها و همون چند دقیقه باعث شد چند دقیقه دیگه هم دیرتر بشه. افکت یک و این نمیدونم امروز 19 همه؟ بله 19. ببخشید که ما مثل این دست و پا چلفتی ها داریم اینجا عمل میکنیم. این 5، چرا من میگم 4؟ بله 20 شد، حالا عوضش میکنیم بشه 19. عجبا عجبا، 5 اینجا بیارم بهتون نشون بدم، یک لحظه با ما باشید. 19 نیست هنوز، عجیبه. 19 حالا درست شد، افکت 5. بله خب همه با هم، الله مثل علی محمد، الله محمد سربی با 10 دقیقه تأخیر خوش آمد، سل علی محمد سربی تنبل خوش آمد. اصلا حرف نزنید، میخوان دوستان جنبش را بندازن، از اینجا ایران رو آزاد کنن. من این شماره تلفن رو اینجا گذاشت، نه این شماره تلفن آقای چیزه، بگو دیگه، آقای مینویه. آقای مینوی خیلی آدم جالبیه، میاد میگه که قرار بود دوستان صحبت کنن ما هم صحبت کنیم. میگم خب آقا اونا، شما که اول، اونا که نمیان اول صحبت کنن. اجازه بدین 695 25 73، بنده خداها اگه اول صحبت میکنن بهشون نق میزنیم، میگیم ما هنوز نرسیده شما شروع کردیم. اگرم صحبت نمیکنن شما میگی اینا با بیان صحبت کنن تا من حرف بزنم. افکت 8 برای شما. 202 695 25 73، اونایی که نمیدونن تا حالا این آخوندا در 40 سال گذشته چه جنایاتی انجام دادن، چه فجایعی انجام دادن، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اجتماعی، به این شماره تلفن زنگ بزنن، پیام هاشونو بذارن، هر چی فحش میخوان بدن بدن، هر چی حرف قلابی، آقا میام میزنم میکشم. امروز دیدم یه ورزشکاری از خارج برداشته برای دوستانی که تو ایران دارن تظاهرات میکنن و پلیس اومده یکیشونو دستگیر کرده. این آقا نوشته که من نمیدونم چرا این مردم نمیزنن اینا رو، چرا آتیش نمیزنن. گفتم آقا جان شما هم در رفتی اومدی خارج، حالا بیرون از گود نشستی، هی میگی لنگش کن. اونایی که کشتی گیرن میدونن وقتی طرف میافتاد روی سر این، اون زیر مونده بودی که حالا چجوری خودت نجات بدی، از بیرون داد میزدن بلند بلند شو لنگش کن. یک کم مونده بود طرف فوش بده آقا فلان فلان شده، من این زیر موندم اینم خیمه زده روم، نمیدونم چه غلطی کنم. حالا تو به من میگی هم بلند شم، هم لنگش کنم، هم خاکش کنم، هم امتیاز ازش بگیرم. اینم ماجرای ما. جنبش علی بنگی، ببین آقای خوشنودی، شما فکر نکن همه مثل شما هستن. خیلی ها دوست دارن که یه آدم معتادی، این 50 سال پیش حشیش میکشید، 50 سال پیش توی ایران
توی شیراز، بعدم توی تهران حشیش میکشید و حشیش هم میفروخت. حالا اومده رسیدی به کالیفرنیا، سوسیال خونه مجانی، کلیسا پول مجانی، برنامه تلویزیونی یا هر چیزی آشغالی که درست میکنه مجانی، دوامبا هم لابد میخره و میفروشه. چرا گفت من تو گل فروشی کار میکنم؟ چون شما تو گل فروشی که کار کنی، اونجا هست که نمیفهمه کسی داری ماریجوانا میکاری یا داری چی میکاری. بازم برگردیم به این دوستانی که من اون روز گفتم اسم آقای بهرامی رو دیگه نمیارم، پیاماشو پخش نمیکنم، ولی ایشون پیام گذاشته بود که سوربی جان من رفته بودم یه جایی اونا داشتن صحبت میکردن، خب آقای بهرامی شما حرفات ضد و نقیضه، ببخشید من چون دوستت هستم، دوست شما هستم و دوستت دارم، نمیخوام صداتو پخش کنم، یه جوری اونایی که ضد و نقیض میگی به مردم نشون بدم، بعد حقیقتا آبرود میره. یه بار میگی من یک سال برنامه شما رو نگاه نکردم، یه بار به خودت اجازه میدی پیغام بذاری که آقا شما چرا این کار نکردی اون کار نکردی، شما از کجا میدونی؟ شاید توی سال گذشته من هم مثل خودفروشای لس آنجلس آمده باشم و هر کی هر پولی داد وایسم فوش بدم. شاید ما هم داریم فوش میدیم، شاید به خیال شما داریم فعالیت میکنیم. در صورت عزیز من این همینه که هست. شما هی میری توی مغازه نون سنگکی بهش میگه آقا کالباسم بیا، طرف میگه آقا من کالباس نمیفروشم، دوباره میای میگه آقا کالباسم بیا، میگه آقا من کالباس نمیفروشم. آقا 100 تا مغازه آرزومان، آقای ارجمندی یادتونه، فروشگاه خوراک دم چهارراه پارامونت، برید اونجا کالباس بخرید. ما اینجا نون سنگک گذاشتیم برای همین عمله ها، این فعله ها، میبینید یکی برای فرهنگ کار میکنه، یکیش ویدیوگرافیه، ما برای اینا نون سنگک میپزیم. یوتیوب لایف آل گود، خیلی ممنون. میگه برنامه یوتیوب زنده، همه چی خوب. این کلمه حی و حاضر شنیدید آقای شبستری؟ حی و حاضر، حی یعنی زنده، حاضرم که یعنی هستم. اینم از اینجا. حالا اجازه میدید ما بریم یه چند دقیقه هم. بله این از این. این شماره تلفنم در حین برنامه هر 60 ثانیه یه بار میاد و برای 10 ثانیه وای میست که شما اگر مثل من تنبل هستید ببخشید. حالا تازه کالباس بیاری میگن گوجه میخوایم. راست میگی، این آقای خلبتی از شیراز درست میگه. اون جوکه بود، طرف میومد به داروخونه ای میگفت که شما مثلا نفت داری، میگم نفت ندارم، میگم من شاشیدم به داروخونه ای که نفت نداره، آخر نفت آورد، گفت من شاشیدم به داروخونه ای که نفت آورد، بعد بهش گفت آقا تو بیا شاشتو بکن برو دیگه، چرا میپرسی ما چی داریم؟ ولی یادتون باشه آقای خلبتی، امروز اگر من و شما میریم سوپرمارکت و اونجا همه چیز میتونیم بخریم، به خاطر همینه که یه نفر آمده به طرف گفته آقا شما که نونوایی داری خب پنیرم بیا، دو تا فروشگاه نمیخواسته بره. من یادمه توی شیراز خیلی از این مغازهای آش فروشی میرفتن نونم خودشون میبردن میذاشتن، چون قبلش شما باید میرفتی اول نونو میگرفتی، بعضی وقتا نونو که میگرفتی میرسیدی با آشی، آش تموم شده بود، اون نون رو دستت مونده بود، آشم نداشتی. بعدن به این فکر افتادن کسایی که میخوان همونجا نون و آش بخورن، میرفتی داخل، حتی نون بازاری که لواش ما بهش میگفتیم نون بازاری، یا این سعید میگه آقا اسم غذا و خوراک نیار، من گرسنمه. سوربی لطفا برای مثال ها از غذا استفاده نکن، گفتی کالباس گرسنم شد. این نون و کالباس، نون و پنیر، نون و کتلت، یه چیزایی که آدم هرچی هم میخوره سیرش نمیشه. من دیگه مگر اینکه دل درد بگیرم تا یا به خودم سهمیه بدم، بگم آقا این 3 تا کتلت، نصف مثلا نون، اینقدر خیارشور، اینقدر گوجه، دتسی، تازه بازم بلند میشم میرم برمیدارم. بمانه هزینه شب یلدا در ایران چنده؟ میدونی؟ بله میگه دقیقا الان هم همینطوره آشیها. بله یادش بخیر اون روزایی که ما صبح زود میرفتیم برق شهردار یا دم شمس، اون سراح شمس مدرسه علم و اینها بود، اینا آششون خوب بود و معروف بودن. خب هزینه شب یلدا چنده؟ گفتم آقا همه دارن میگن تو ایران از گرسنگی
دخترها خودفروشی میکنن، پسرها خودکشی میکنن، مردم نمیدونم خوراک ندارن. حالا فکر اینن که شب یلدا بشینن دیرتر و یه وعده خوراک بیشتر بخورن. در هر صورت عکسایی گذاشتن توی چیز نشون میدم که شب یلدا نوشته نمیدونم گردو 12,000 تومن یا 120. من دیگه از بس صفر جلوشه نمیدونم چقدر. در هر صورت من ایران نیستم دوستا، الان کاری به ایران ندارم. دلیلش اینه که کاری نمیتونم انجام بدم. وقتی من حالا آقای بهرامی باز برای من پیام گذاشته، آقا من همه خبرها رو میدونم، من همه عملارم انجام میدم، میرم میام نمیدونم. آقا مبارکت باشه، شما نمیتونی به دیگران بگی اونا هم مثل شما باشن. این فیلم سنگفیلد یه دفعه حرف خوبی زد، رب با یه خانمی با یه دوست دختر جدید آشنا شد، آمد به تمام دوستاش گفت نمیدونید زندگی من از امروز عوض شد. همه گفتن چی؟ گفت یه کسی رو پیدا کردم مثل خود منه. هر فیلمی من دوست دارم این دوست داره، هر خوراکی من دوست دارم این دوست داره، هر چی من میگم اون میگه فکر خوبیه. فکر میکنید چی شد؟ بعد از 3 روز آمد به دوستاش گفت حالا من نمیدونم چجوری از دست این راحت بشم، ولش کنم، بهش بگم آقا من و تو نمیتونیم دوست بشیم. گفتن چرا؟ این که همه چیش خوبه. گفت نه آقا، مثل این که من با خودم دارم زندگی میکنم، از خودم دوتا دارم. حالا شما هم تلاش نکن همه رو مثل خودتون کنید، انقدر کارای نیک و خوب انجام بدید اونا نگاه میکنن میگن ببینین آقای بهرامی ماه گذشته 20,000 نفر رو نجات داد، این ماه 6,000 نفر رو نجات داد، ما هم مثل این باشیم و سلام، قصه خلاص، برو بریم. آقای رجبی میگه درود بر آقای سربی عزیز و بینندگان تنها تلویزیون مردمی خارج از کشور. آقا نگو، ننویس اینجوری، فکر میکنن من به شما پول دادم تعریف کنی. ما یه شریکی داشتیم اینجا، این شریکه سالها راننده آقای فیلابی بود. بعد خب با آقای فیلابی گفت خب آقا ما رو هم شریک کن. آقای فیلابی نکرد، این آمد به من و داداشم و اینا گفت که من بیام برای شما شریک، من بیام برای شما کار کنم. گفتیم چرا بیا برای ما کار کنی، بیا خودت شریک شو. گفت جدی میگی؟ گفتیم آره. آمد و شریک شد و یه ماشینش شد 4 تا و اینها، الحمدلله همیشه هم راضی. بعدم فروخ رفت و کار کامیون بیابون و تریلی و اینها، بعدم بلند شد رفت کالیفرنیا. آقا خانم چشمتون روز بعد نبینه. انقدر از من و داداشام تعریف کرد که واقعا بعضیا فکر میکردن ما به این یه پولی دادیم برای ما تبلیغ کنه که مردم آماده بشن ما بریم حالا کلاشونو برداریم. بهش زنگ زدم یه دفعه گفتم مهدی جان خیلی ممنون، ما کاری نکردیم، شما زحمت کشیدی، با زحمت خودت از نصف کامیون امروز 4 تا کامیون داری، منم بهت تبریک میگم، تو رو خدا اینقدر به مردم تعریف ما رو نکن. گفت نه آقا. گفتیم خب حالا هر جور دوست. ممنونم آقای رجبی عزیز، خیلی ممنون. خب من روز دوشنبه، امروز تازه چهارشنبه است، یک مشنگی رو به شما نشون دادم. دوستان نوشتن که آقا این مشنگ اسمش مرداد هست و در یه برنامه تلویزیونی همین بهبانی معتاد این می اومده مفسر چی بوده؟ مفسر اقتصادی. گفتیم خب ما نمیدونستیم و دیده بودمشم خدایی عکسشو، ولی اون موقع اونجا انقدر تر و تمیز و خوب می اومد که من فکر نکردم این همون آدمه. شما نگاه کنید عکس این آدم رو من به شما نشون میدم. مرداد سید عسکری یا عسگری، کارشناس اقتصاد. بعدم ایمیل آدرس رو اینا رو نوشته. بالاخره اون موقع یا معتاد نبوده یا وضعش بهتر بوده. میدونید این معتادا اگر به موقع دوا مواگیرشون بیاد شما اصلا ممکنه متوجه نشید. بعضی وقتا وضع و حالشون بهتر از آدمای معمولیه. و در هر صورت این آدم، اون آدمی که من دیدم، مشنگی که میگه یه دوستی دارم از اروپا، از میدونید دیگه، از توی این مجلس اروپا، نه تو مجلس عمومیش، از تو مجلس، از تو سوراخ‌های خصوصیش آمده به من گفته. حالا دیگه شما به من نگو چی، من اقتصادیم، ولی گفته آقا رضا بیا جلو، آقا رضا گفته نگو که من نمیام. ما گفتیم آقا این دیگه کیه، همچین جانوری ما نداشتیم. معلوم شد این همون
آدمی بوده که حالا تبدیل به جانور شده. مشنگ مرداد سید، چی گفتم بهتون؟ مرداد سید اسگری. و امروز هم چهارشنبه 19 دسامبر 28 آذر ماه ساعت 3 بعد از ظهر گفتار عقل بشر شماره 81 رو به شما نشون میدم. ساعت 3:30 سعی میکنم شما رو ببرم آلمان و با آقای دکتر داریوش احمدی صحبتی داشته باشیم. من با ایشون قبلا صحبت کردم روی فیسبوک، روی اسکایپ. این دوستان وقتی یه جایی عوض میکنن یا اسکایپ یادشون میره، میان یه اسم جدید درست میکنن، بعد به جایی که با این اسم جدیده بیان مایی که اینجا الان چند سال همین اسم رو داریم باز ارتباط برقرار کنن، به ما میگن آقا شما بیا اون جای جدیده. میگم عزیز من اینجوری نیست که. مثل این که من اینجا یه مغازه زدم، شما منزلت اینجاست، میان از من ماست، شیر، کره، مربا میخری. حالا سعید میگه اسم خوراکی نیار، نفت میخری، نمیدونم کبریت میخری. خب بعد شما از اینجا اسباب میکشی میری یه خونه دیگه، حالا که اونجا رفتی به من میگه آقا بلند شو بیا اینجا. میگم آقا من اینجا نیستم، تو که میدونی من اینجا هستم. اوکی ریگاردز، پیدا شد دوستمون. در صورت یه دو روز همدیگر رو گم کرده بودیم، ولی الان اینجا هستن و با هم صحبت میکنیم. من برایشون بنویسم سی یو این تقریبا 3 دقیقه، اونجا هم این 63 minutes. ایشون هم چندین زبان بلده. خب طبق فلسفه شاه اللهیا ایشون هم باید شاه بشه، چون میگن آقا شاه 3 زبان بلد بود. میگن بیچاره ها این کارگرایی که کنار خیابون وایسادن که یه پیکاپ تراکی بیاد سوارشون کنه، اینا چندین زبان بلدن. تا میری جلو اولا از قیافت میفهمه ایرانی هستی، شروع میکنه به ایرانی صحبت کردن. اگه یه دفعه گفتی آقا من ایرانی نیستم، خواستی لوس بشی بگی من اروپایی ام فلان، میگه کجایی هستی. اگه گفتی آلمانی ام، برات آلمانی حرف میزنه. گفتی آمریکایی ام، آمریکایی حرف میزنه. در هر صورت بماند گفتار عقل بشر 3 بعد از ظهر دکتر داریوش احمدی ساعت 3:30 با شما خواهیم بود. میگن که درود بر شما، با آرزوی سلامتی شما آقای داریوش احمدی با من تماس گرفتن که بیان گذارن ایشان نمیتوانه با شما تماس بگیره. اگر شما لطف کنید و با ایشان در اسکایپ تماس بگیرید، با سپاس از شما. ممنونم دوست عزیز. چجوری بعدن تونستن تماس بگیرن؟ برای که ایشون رفته بود یه جای دیگه، مثل که من اینجا باشم بعد شما بلند شی بری تو واشنگتن دنبال من بگردی. خب من اونجا نیستم، من تو ویرجینیا هستم. در صورت الان همدیگر رو پیدا کردیم، اینجا هستن و ساعت 3:30 با هم صحبت میکنیم. حالا اجازه بدید برگردیم بریم سراغ برنامه های زنده و ببینیم چیه. دوستان عزیز، شما با این شماره تلفنی که اینجا هست، افکت 5 با این، بله نمیدونم اینجا میگه افکت 5 نیست، 8، بله با این 202-695-2573 هم میتونید تکست بفرستید، هم میتونید زنگ بزنید، پیام بذارید، بگید مثلا آیت الله خامنه ای امروز صبح برای نهار 2 تا مغز جوان، زهاک دیگه، زهاک مار به دوش خورد. ما قشنگ صداتون رو پخش میکنیم، میگیم آقای بهرامی اینو گفت، اون یکی عقب افتاده کیه، آقای سیروس کوهن اینو گفت، همینجور الی آخر. آقا من نیستم اونجا، من اینجا هستم. اگه شما هم میگید آقا خب شو نیستی، مگه خبرها رو نمیبینی؟ چرا خبرها رو میبینیم، ولی تا میگیم یکی میاد میگه آقا این خبر غلطه، شما دیگه چرا تو این دام افتادی. حالا جاهایی هم که من میرم خبر نگاه میکنم، شما هم نگاه میکنی، یکیش گویا هست، یکیش نمیدونم نیمروزه، یکیش بس فلان بی بی سیه، یکیش وایس آف امریکا هست، یکیش روزنامه های پیشخان مال ایرانه. ولی این که آقا اینم بگو، آقا مگه من نوکر باباتم؟ خودت بگو آقا این کارم انجام بده. وقتا می گفتن نوکر بابات سیاه بود، حالا ما یکم براون هستیم ولی هنوز سیاه نشدیم. How to switch to clean energy for free. نمیخوام بابا، فری نیست، هیچ چیزی فری نیست، کلک نزنید. بله، راه حل روشن فکران. آقای آریانپور دیگه خیلی عصبانی شده، میگه مملکت در دست مشتی خائن غارتگر است، بس که این ملت خر است. این همین اولش که خونده آمده نوشته که اگر این ملت خر است
پس چرا شما روشن فکران دلسوز و دانشمند کشور ما وقتتان را صرف جر و بحث بیهوده در 40 سال گذشته کردید و هنوز در پله اول یک نردبان 1000 پله‌ای به سر میبرید؟ ضمناً با این شعر، با این گونه شعرهای بند تنبانی و کثیف خیال دارید ملت ناآگاه را به دور خود جمع کنید؟ واقعاً متاسفم، منم متاسفم. این همون حرفیه که من به دوستان میگم اگر انقلاب نشده شورش بوده چرا مردم شورش کردن؟ اونا که طرفدار شاه هستن میگن برای که مردم نادان بودن. میگم خب 57 سال شاه و پدرش، مملکت دستشون، مردم هم دستشون، مردم رو نادان بار آوردن. میمونه طرف دیگه نمیدونه چی بگه، میگه نه از بس سیر بودن، از بس سیر بودن انقلاب کردن. میگم خب الان شما برید از دولت‌های مختلف کمک بگیرید، مردم ایران رو سیر کنید تا اونام برای شما انقلاب کنن. اینم از این. خب ببینیم که رسوایی مالی دونالد ترامپ مجبور به تعطیلی بنیاد خیریه شد. اولا این بنیاد خیریه‌ای که این شارلاتان درست کرده برای خودش و خانوادهش و برای عمش خوبه. امروز صبح میگفت حتی مثلا 7 دلار یه چیزی رو از این پول برداشته، از این بنیاد. حالا تابلو خریده نقاشی خودش رو 10,000 دلار، نمیدونم کلاه فوتبالیستک بود که میمد تیبا و یه هم چیزی بود میمد زانو میزد، اول دعا میخوند برای جیزس، بعد میرفت فوتبال بازی میکرد، خیلی هم چیز نشد رفت بیرون. کلاه فوتبال اینو خریده 12,000 دلار. یقش گرفتن میگن آقا هر کی میاد بنگاه خیریه درست میکنه و دولت بهش ازش مالیات نمیگیره، برای که دولت باورش بر اینه که شما این بنگاه خیریه رو راه انداختی، وقت خودت هم میذاری، پول خودت هم میذاری، میای به یه جایی کمک میکنی، به 4 تا بچه که تو مدرسه پول ندارن شهریه میدی، به یه کسی که خونش سیل زده فلان کمک کنی. مردک تو آمدی با بچه ها خودش اون 3 تا آشغال آمدی اینو مثل چکبوک، مثل حساب بانکی خودت استفاده کردی، ولی این مملکت هر عیبی داره حسنهایی هم داره. حسنش ایه که این خانم دادستان در نیویورک گفت آقا خجالت بکش، تو اینجا رو باید ببندی، نزدیک 3 میلیون هم جریمه بدی، بعدم تا 10 سال تو نمیتونی به اصطلاح جزء هیئت امنای هیچ سازمان خیریه‌ای باشی. حالا ببینید ما چقدر بدبختیم. کسی که خودش و خانواده‌اش هم اونا 1 سال نمیتونن جزء به اصطلاح هیئت امنای هیچ انجمن خیریه‌ای باشن، کسی که از لحاظ قانونی نمیتونه جزء هیئت امنای یک سازمان، یک بنیاد، یک ارگانیزیشن خیریه باشه، شده رئیس جمهور آمریکا. حالا از این بدتر، طرف با بچهش میاد دم مرز میخواد پناهندگی پر کنه، اینا گرفتن بچه 5 ساله که نه اسپانیش بلده بخونه نه انگلیسی بلده حرف بزنه، کاغذ گذاشتن جلوش امضا کن، بچه هم امضا کرده، بچه 5 ساله امضا کرده، بعد حالا تو دادگاه میگن اینها این خودش امضا کرده. اون وقت جنرال سه ستاره یه وقت با سرهنگ اشتباه نکنید، سرهنگ اینجا بهش میگن کلونل، جنرال میشه تیمسار. جنرال سه ستاره اونجا بزرگترینش چی بود؟ ارتش سپه بود، بود چی بود؟ یعنی در اون حدوده. اوکی؟ این مردک میاد میگه من نمیدونستم دروغ گفتن به FBI خلاف قانونه و اینا به من نگفتن. البته اونم دیروز باز آبروش برد، یه قاضی اینجا، آفرین به این قاضی، قاضیه گفت که این کاری که تو میکنی من نمیتونم جلو احساسات خودم رو بگیرم، چون قاضی میدونید که اصلا این ماجرایی که این فرشته عدالت یه چیز بستن رو صورتش، رو چشمش، اینه که نگاه نکنه ببینه سربی خارجیه، اون قهوه‌ایه، این زنه، اون مرده،
یعنی به اصطلاح با قانون فقط پیش بره. ولی این قاضیه توی واشنگتن به فلین و همین تیم به اصطلاح تیمسار یا جنرال سه ستاره ارتش که چه شغلی هم داشت، معاون نه مشاور امنیتی رئیس جمهور، یعنی دیگه از این بالاتر نداریم مشاور امنیتی، یعنی هر کسی هر کاری میکنه میاد این. اون وقت این همون موقع که مشاور امنیتی بوده از ترکیه داشته پول میگرفته غیرقانونی، با روسیه در تماس بوده غیرقانونی، بعد ترامپ شالاتان دیروز صبح وقتی این میخواد بره دادگاه بهش میگه گود لاک. اینو برای آقای بهرامی میگم، این نوا رو بده به این یهودیا دوست، چون دو شب پیش هم این آقای ترامپ خونهشون مهمون بود و داشتن میخوردن و هر کار دیگه میکنن با هم دیگه، و این دوستمون آقای اکبری میگه سه ستاره سپهبد میشه و چهار ستاره ارتشبد میشه. من همیشه این سپهبد و ارتشبد رو اشتباه میکردم. تو ایران چون این تیمسارا درجهشون رو به اصطلاح از شاه میگرفتن، بهش یه تاج هم میدادن، مثلا طرف سه ستاره بود و یه تاج، یا چهار ستاره بود و یه تاج، یا دو ستاره یه ستاره و یه تاج، و اینجوری بود. این خودش نشون میداد که چه دیکتاتورشیپی بوده. ما داشتیم سرهنگ احمدی بچه بوانات که ما شیرازی ها میگفتیم بونات، اونجا مثل میگن سیب زمینی خوبی داره، این بیچاره باید تیمسار میشده، ولی چون آدم خوبی بود، آدم دوزی نبود، شاه میگفتن با این خوب نیست، و توی تیپ 77 خرم آباد بود، فرمانده ما بود، معاون فرمانده بود، و سرهنگ آذری هم اونم به اصطلاح فرمانده اونجا بود. در صورت ممنونم آقای اکبری عزیز. خلاصه ترامپ به این میگه که گود لاک، یعنی شما یک کسی که کار غیر قانونی کرده، حالا شما مجری قانون هستی، بهش بگی که امیدوارم موفق بشی تو دادگاه. وقتی هم داشته میرفته براش پیام فرستاده که همه اینا داره جمع میشه برای کارهای ایلیگال و غیرقانونی که این انجام داده. 17 تا اینوستیگیشن، میدونین چی؟ بازرسی های قانونی، 17 تا دنبالشن. یعنی این دیگه نه شب خواب داره نه روز آسایش. اون وقتا میگفت شبا از دست این پشه ها، روزا از دست این بیننده های تلویزیون، نه شب. این هم این شده. در صورت حالا باید صبر کرد و دید چه میشود. و اما رسوایی مالی، دونالد ترامپ مجبور به تعطیلی بنیاد خیریه‌اش شد. دادستان نیویورک با تایید خبر تعطیلی قریب الوقوع این بنیاد اعلام کرد که در جریان تحقیقاتش به یک الگوی تکان دهنده از فعالیت‌های غیرقانونی دست یافته. حالا صبر کنید، این هنوز از نتایج سحر است. میگفت چی؟ صبر کن تا صبح دولتت بدمد، که این هنوز از نتایج سحر است. حمله سایبری گسترده به اتحادیه اروپا، ایران، روسیه و چین، و هم اروپا، ایران، روسیه و چین محور عمده مکاتبات. در این کانال همچنین اطلاعاتی دقیق در خصوص تلاش‌های صورت گرفته در سال 2018 برای حفظ و تقویت سازوکارهای اقتصادی جهت تشویق و نشته بیشتر بخوانید. خیلی بده این یورو نیوز، درسته که قرار سرتیتر رو بنویسید، ولی اقلا سرتیتر خودش یه پاراگراف باشه. نمیدونم کی مسئولشه. این یورو نیوز قسمت فارسیش اول قرار بود تعطیل بشه، بعد گفتم قسمت تلویزیون رو تعطیل میکنیم. فکر کنم هنوز هم اون هست، چون این روزا دیگه نه خرجی داره نه هیچ. شما با یه نفر میتونی یه تلویزیون رو راه بندازی، تلویزیون رو هم شما بذار تو اینجا، خودت از واشنگتن با کامپیوترت میتونی راش بندازی. من تو راه که بودم گفتم بزنم روشن کنم، بعد گفتم بلش. بله، میگه که سوربی، مایک فلین به دولت ترکیه قول داده بود فتح الله گولان را که در آمریکاست، همین همسایگی ما پنسیلوانیا هست، به دولت ترکیه تحویل میده، وقتی فقط لابی ترکیه بود، لابی ترکیه بود، حتی بعد از اخراج هم دنبال این کار بود،
بله، برای که فکر کنم یا 5 میلیون یا 10 میلیون به خودش و پسرش قرار بود بدم. ولی این فلین رو دیروز باید میدید تو واشنگتن مثل موش مرده، از این ماشین که میاد پایین میره، مردم این چیزا رو گرفتن و فریاد میزنن lock him up، یعنی دستگیرش کنید، بریک بهش بزنید دست و دستبند. چرا میگفتن بریک؟ این بریک کلمه کجا بوده؟ چون اینجا میگن handcuff، تو ایران هم که میگفتن دستبند. بریک زدن دستش رفتن چیه؟ مثلا این باتون همین چوبه دیگه، استیک باتون مال فرانسوی ها میگن، مثلا این باتون روژ یعنی چوب قرمز. خب در هر صورت فریاد میزدن که لاکی ما، برای که این اولین کسی بود که توی تبلیغات رئیس جمهوری چیز میگفت این هلری رو باید دستبند بزنید به زندان بفرستید. بعد دیروز این قاضی گفت من اصلا نمیدونم این چرا آزاده، اونای دیگه آزاد که هستن پاسپورتشون رو میگیریم، بهشون میگیم 50 مایل بیشتر نمیتونی بری، پابند میبندیم به مچ پاشون، این چرا همینجوری آزاده؟ پاسپورتتو بیار، نمیدونم 50 مایل هم بیشتر نمیتونی بری و الی آخر. ولی 90 روز بهش وقت دادن و قاضی چقدر قشنگ آبرو اینو وایت هاوس و اینا رو برد بهش. وقتی اومد اونجا گفت که شما الان آزادی، نه فشاری از اف بی آی، یا نه میخوای این چیزایی که به اف بی آی گفتی پس بگیری؟ گفت نه. گفت اینا رو آزادانه گفتی؟ گفت بله. گفت پس چرا اونجا هی میگی اینا به من امبوش یعنی حمله کردن؟ مثلا 4 تا سرباز آمریکایی 20 نفر سومالیایی ریختن روشون، به این میگن امبوش. حالا نمیدونم میشه بگیم حمله یا در هر صورت. و این مردک اونجا گفت فلان، و این زنکه دروغگو سارا پیلن توی وایت هاوس وایساده حرفش رو عوض نمیکنه. الان میگن آقا این ریپابلیکن ها واقعا غیرت، شرف، وجدان ندارن که بیان جلو. این جیمی چیز کومی دیگه، البته این هیچ که دوستش نداره، ریپابلیکن ها دوستش ندارن چون دردسر درست کرد برای ترامپ، دموکرات هم دوستش ندارن چون این باعث شد که ترامپ پرزیدنت بشه. یعنی ایشون چوب دو سر تلاس، یه جورایی مثل زوربی. شاه اللهی ها دوستش ندارن، این وری ها میترسن دوستش داشته باشن. میگم آقا طرف میگه من برای شما حمایت میفرستم ولی لازم نیست اسم منو بگی. یعنی چی؟ یعنی میترسه. خب این چه بدبختیه که گرفتار من و شما شده. بله در هر صورت اینم از این. فرخ سپهرا، فرخ از امروز به بعد اگه انگلیسی ننویسی من نمیخونم، این یکی رو میخونم فارگلیش، ولی اگه انگلیسی ننویسی من نمیخونم. آقا شما اینجا هستی، منم اینجا هستم، بالاخره دیگه دو تا کلمه به اندازه ای که شما بنویسی و منم بفهمم بلدیم. بنویس دیگه، تنبل بازی در نیا. ایشون فارگلیش نوشته سلام، چون پدر و برادرم ارتشی بودن میدانم علامت شیر و خورشید یا شاه روی علامت شیر و خورشید یا شاه روی ستاره بود، تاج بود، نمیدونم فکر کنم تاج بود، یکی اگه مطمئنه آقای اکبری اینا، فکر کنم تاج بود که یعنی به اصطلاح این شاه اوکیش کرده. در اصل ممنونم و من نمیدونم شما از این ور میگی چون پدرم و برادرم بودن میدانم، ولی بعد که داری میگی 50% مطمئنی، چون میگی یا شیر و خورشید یا شاه روی ستاره بود. نه اون اصلا جدا بود، یک تاجی بود. بله در هر صورت حمله سایبری رو گفتم. وزیر خارجه آمریکا با فروش موشک‌های پیتریوت به ترکیه موافقت کرد. 15 سال زندان برای یکتا فهندج سعدی. جرم بهایان چیست؟ این فهندج ها فامیلایی هستن که اطراف سعدی شیراز و بیشتر بهایی هستن و اوائل انقلاب هم خیلی اذیت شدن، خونه هاشون رو آتیش زدن و خلاصه این نمیدونم. خب اگر مثل ما بودن بلند شدن میمدن بیرون، یه عدهشون اونجا بودن. بله آقای اکبری هم میگه یه تاج بود و تاج
یه ستاره و تاج، دو ستاره و تاج، سه ستاره و تاج، چهار ستاره و تاج. و اما میگه از فضانوردان بپرسید تا آب شدن کامل یخهای قطبی چقدر مانده، چون اینا هستن که میرن اون بالا عکس میگیرن، نگاه میکنن، میبینه مثلا سفر قبلی که اومده اینقدر یخ بوده، اینقدر آب، حالا یخا آب شده. اینم از این. در برنامه این هفته از فضانوردان بپرسید به موضوع تغییرات اقلیمی و آب و هوایی میپردازیم. مخاطبان یورونیوز سوالهای خود درباره فضا را با هشتگ Ask Space در شبکه های اجتماعی با ما در میان میگذارن. بلانداری یکی از مخاطبان یورونیوز میپرسد که دلیل تغییرات اقلیمی و آب و هوایی چیست؟ اینم از این. بله خانم بله میگه اوکی کراون، بله اوکی تاج، مرسی. تاج ویژه خود شاه بود و به دیگران اجازه داشتنش را نمیداد. تاج ویژه خود شاه بود و به دیگران اجازه داشتنش را نمیداد. چرا دو بار میگی؟ اگه بفهمیم در خانه اگر بس است خانم تننازی، یک حرف یا یک بار گفتنش بس است. و اما جوزف شباشر رئیس مرکز دیدبان زمین آژانس فضایی اروپا در پاسخ به این مخاطب میگوید این سوال خوبی است. گازهای موجود در اتمسفر مانند دی اکسید کربن و متان عامل تغییرات آب و هوایی هستند. این گازها با انعکاس تشعشعات و نور خورشید باعث گرم شدن آب و هوا می شوند. تغییرات اقلیمی تأثیرات زیادی بر سیاره ما از جمله اقیانوس ها و سطح و جو زمین دارند و باعث تغییر آنها می شوند. فکر کنم بزرگترینش این چیزایی که خود انسان به اصطلاح باعث شده، دود و نمیدونم گرمای چیزایی که از ماشینالات و کارخونه ها و اینها درست میشه باعث این دردسر تغییرات هوا. همیشه هم وقتی میگیم climate changing با global warming اشتباه نکنید. اولا فکر میکردم فقط هوا گرم میشه، الان گفتن نه آقا، اوزون هم سوراخ میشه، هوا سردم که میشه. این نشون میده که یه اشکالی ما یه جایی داریم، بارون زیاد میاد نشون میده یه اشکالی داریم. و فقط به خاطر همین دیگه الان عوضش کردن، دیگه نمیگن گرما، میگن climate change یعنی تغییرات آب و هوا. خب این از این. و اما یک پیوند نوشته که این یک کاریکاتوری هست، بهتون نشون میدم ماجرای ایران. میدونید که چند سال هست که ایران گویا خاک ایران رو داره میفروشه. از اون ور ما میدونیم تو خلیج دارن، خلیج فارس دارن یک کارایی میکنن. بعضی از کشورها مثل دبی خاک کشورشون رو به وسیله درست کردن جزیره‌های مصنوعی اضاف میکنن. همون خونه ای که مایکل جکسون خرید و اون خانم مادانا خرید و اینها تو اون جزیره ای که به شکل نخله، اینا تمامش این به اصطلاح ساختن، یعنی چی میگن اینجا؟ میگن من مید، یعنی بشر ساختتش. باید بگیم میگن من یه بار کامنت نوشتم، نمیدونم شما چرا دو بار دریافت کردی. خیلی ممنون. این هم از اشکالات فیسبوک. پس اجازه بدید من یکیشو پاک کنم، همون یکی رو نگه دارم. مرسی، متشکرم. اینجا میگه در حاشیه صادرات خاک ایران به کشورهای همسایه، بعد جالبه یه ماشین ولوو کمپرسی خاک بار زده که ببره، مردم آمدن جلوش و میگن که ما اجازه نمیدیم رد بشی، ما با خاک ایران خاطره داریم. و هر کی اینو کشیده خیلی جالبه، همه یه سری پیر و سالمند هستن، یعنی جوونا اینجوری که این میگه، جوونا فکر کنم براشون اصلا مهم نیست، چون جوونه تازه دنبال اینه که ای کاش میشد منم برم بشینم بالای این خاک، منم برم کشورهای خارجی از ایران در برم. حالا شما اینو داشته باشید، دیروز و پریروز و اینها توی ایران
یه سری باز نشسته دست به اعتصاب، به اعتصاب که نمیشه، چون اعتصاب کسیه که داره کار میکنه، اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن، ولی تظاهرات میشه. یه سری بازنشسته آمدن تظاهرات. خب اینا چیه؟ یا برای گرونیه، یا حقوق بازنشستگیشون دیر شده، یا حقوق بازنشستگی کمه که باز برمیگرده به گرونی. این چه تأثیری میذاره؟ تا اعتصابات کارگری نباشه، تا اعتصابات سراسر یا سرتاسری نباشه، هیچ فایده ای نداره. دیدم اون روز آقای کوروش عرفانی آمده روزه میخونه، واقعا همه اینها، خود منم یکیش، هیچ فرقی با روزه خونا نداریم، هیچ فرقی با روزه خونا نداریم. حالا یکیش میاد پرچم امام حسین، چی میگن، تعزیه را میندازه، امام حسین یزید میذاره، یکیش مثل من عکس 4 تا تلویزیون میذاره، و بعدش هم شروع میکنیم با صحبت. تازه جالب اینه که تو برنامه‌مون هم فحش میدیم، میگیم این آخوندا فقط حرف میزنن، هیچ کار دیگه ازشون نمیاد. اون روز یه دوستی زنگ زده بود میگه خیلی از این تیمسارا، افسرا، اینها وقتی آمدن اینجا راننده تاکسی بودن. گفتم برای که بیشترشون تخصصی نداشتن، و وقتی شما تخصصی نداری آسونترین اینه که ماشین رانندگی کنی، چون ماشین بالاخره تو ایران رانندگی کردن و ساده هم بود. البته اون موقع خداییش مشکل بود برای بعضی از اینا، انگلیسی اونجوری که باید شاید نمیدونستن، نقشه رو بلد نبودن. این روزا که هیچ، هر کسی، ببخشید دیگه، الاغ هم شما بذاری، این جی پی اس رو بذاری جلوش، بلد میشه و میره. در صورت اونا هم کار کردن اینها. بله، میگه پهلوی من هم دوباره آمد. بعض وقتا دستتون انتر که میزنید دوبار میشه، خیلی سریع هست، و شما همه اینا رو میتونید تنظیم کنید رو کامپیوتریتون که مثلا ماوستون چقدر حساس باشه، حتما دوبار باید بزنید تا وارد بشه، یا با یه بار، همون یه بار. اینا همش تنظیماته. یه روزی که وقت دارید برید تو این سوراخ‌های مختلف کامپیوتر نگاه کنید، ببینید هر برنامه‌ای چقدر تنظیمات داره. همین ایمیل ساده جیمیل که قول داد روزی که آمد ما ساده ترین ایمیل رو به شما میدیم، الان شما برید توش ببینید چند هزار گزینه، و هر کدومش هم اون میزنی 4 تای دیگه باز میشه، تو اون 4 تا میزنی 40 تای دیگه باز میشه، تو اون 40 تا میزنی، مثل واقعا مثل سرطان. یعنی هر کدوم از این برنامه ها مثل سرطانه. هنوز که هنوزه من نتونستم یک کسی رو پیدا کنم که اینو من بهتون نشون میدم دوستان، دشمنا نه، دوستان میتونن به من بگن کدوم برنامه رو میتونی خاموش کنی، چون دشمنان احتمالاً میاد اون برنامه‌ای رو که ما اگه خاموش کردیم به اصطلاح کامپیوترمون خراب میشه، میگه سوربی اینو خاموش کن تمام کامپیوترمون خراب بشه، ولی ما این کار نمی کنیم. مثلا سعید اگه بگه خوشنودی، نمیدونم از کامپیوتر چقدر میدونه. ببینید من اینجا اینو بهتون نشون میدم دوستان، این الان نشون میده پروگرامایی که تو این کامپیوتر من روشن. حالا بله درسته، ما الان کامپیوتر اصلیمونه، کامپیوتری هست که وید بلاستر روشنه، انکودر روشنه، OBS انکودر روشنه، ایکس سپلیت انکودر روشنه، بات انکودر روشنه، فیسبوک مردم تیوی رو همینه، فیسبوک سوربی رو همینه، والا دیگه خودم هم عاجز شدم، ایمیلم بازه، فیسبوک معمولیم بازه، اسکایپ هم بازه. ولی شما ببین چند تا برنامه، همین کروم، کروم که یه ایمیل به اصطلاح یه براوزره، شما ببین اینجا نوشته اینقدر 96,000 تا داره استفاده میکنه، 3,800 تا، 14,000 فلان، 14,000 فلان، نمیدونم 511,000 تا، 100,000 تا، 9,000 تا، 14,000 تا، اینا از اینجا تا اینجا مال کرومه. خب این کاتالیست، این چیه کاتالیست؟ اون پروگرامیه که ما با چیمون میومد، با ویدیو کارتمون میومد، چون ما ویدیو کارت مخصوص داریم برای پخش برنامه‌های تلویزیونی. البته الان شما دیگه احتیاج نداری، انقدر کامپیوترهای جدید آمدن سریع و بی صدا، و حتی بعضی هاش دیگه پنکه لازم نداره، چون چیز مکانیکی اونجا نیست، حرکتی نیست که گرما ایجاد بشه، درست میگم؟
اون یه چیزی هست، حتی مموری و اینهاش یه چیز جدیدیه. البته میگن این قدیمی ها بهتر از اونه، ولی لابد قدیمی هایی که مثل من هستن میگن. حالا شما اینو داشته باشید، مثلا فایرفاکس رو نگاه کنید، اینجا میگه فایرفاکس، فایرفاکس همش هم نگاه کنید 127,000 تا مموری داره استفاده کنه، 523,000 تا، 368,000 تا، 400,000 تا، 98,000 تا، 428,000 تا. خب اینا چیه اصلا؟ کی اینا رو لازم داره؟ حالا میان پایین اسکایپ رو نگاه کنید، 2000 خورده، 138,000 تا، 30,000 تا، 38,000 تا. باز میایم پایین تر، اکس اسپلیت استفاده میکنیم، 10,000 تا، 17,000 تا، 234,000 تا. خدایا، مدیا انکوده 54,000 تا، وید بلاستر 112,000 تا. یک کسی به ما بگه ما در حالت معمولی کدام یک از این برنامه ها رو لازم نداریم؟ و این برنامه ها از روزی شروع شد که کامپیوترهای 2000 دلاری رو یه دفعه دادن به من و شما 1000 دلار و چقدر خوشحال شدیم، گفتیم آقا این کامپیوتر اگر پارسال بود 3000 دلار بود، الان شده 1000 دلار. چی شد؟ آقای بیل گیت 10 دلار از این گرفته بود، 10 دلار از اون گرفته بود، 10 دلار از اون گرفته بود، به جای این 1000 دلار 3000 دلار از جاهای دیگه گرفته بود، این پروگراما رو چپونده بود تو این. از اون روز شروع شد. تازه من و شما حالا فهمیدیم که اینا همه زیر و زبر ما رو میدونن. هفته پیش آمد گفت که این عکسی هست که مثلا من برای خوشنودی میفرستم، میگم اینو تو قسمت پرایوت نگهدار. همه این چیزها عمومی شده بود. شما میری هتل، کردیت کارتتو میدی اونجا. حالا ما گفتیم یه سری آشغال و دوز از بیرون بهت زنگ میزنن، میگن اومدی هتل، کردیت کارت شمارش خونده نمیشه، شما بهش میدی. همون هتل مریات، هتل های دیگه، تمام اینها رو هک شده بود و رفته بود از بین، در اختیار اونا گذاشته بودن. ساعت 2:58 است. بذارید من این برنامه دوستمون رو اینجا روشن کنم، اسکایپ رو فعلا خاموش میکنم که کسی زنگ نزنه، صدای اون نیاد توی این، و این برنامه رو با هم میبینیم. حدود 13-14 دقیقه بیشتر نیست. گفتار عقل بشر، ایشون لطف کرد دیروز عکس‌ها رو، یا پریشب حتی عکس‌ها رو فرستاد و من هم وقت گذاشتم. و سلام بر بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم کم، اجازه بدید، وقت گذاشتم و سعی کردم که اینجوری ردیفتر بشه عکس‌ها، و ممنونم از ایشون که این کاری که انجام میدن به من فرصت میدن که این عکس رو با آدیو یا صدا رو با تصویر هماهنگ کنم و به شما تقدیم کنم. پس میریم اینجا این رو هم گوش میدیم، ولی قبل از اون میگه که clean those clean clean those that are more than what. این کار دیروز کردم آقا، زدم تا یکیشو زدم، اون اصلی هم خاموش شد. مواظب باش، مخصوصا اونایی که مینویسه مثلا فایرفاکس ایجنت، فکر کنم مال وید بلاستر بود. خیلی ممنون دوستان، این فرخ نوشته اونایی رو که بیشتر از یک بار نوشته شده توی اون تسکتون پاک کنید، خاموش کنید. حالا برمیدارم این کامپیوتر، میبرم اینجا 50 دلار میدم، یا میگیم این گیگ اسکواد بیاد اینجا که اونجوری راحت تر باشیم. اگرم کسی دوست داره میتونه حمایت کنه، 50 دلار رو اون بده. دوستان حمایت یادتون نره، ساعت 3 بعد از ظهر شما رو سوار بر کشتی خاطرات میبرم. به کجا میبرمتون؟ به خلیج فارس، با این دوستمون این برنامه رو ببینید و بشنوید، و اگر نظری دارید بعد تماس بگیرید و بذارید. اینم بذارم براتون اینجا بیارم به این صورت، بذارمش کامرای دو. یک لحظه اجازه بدین، کامرای دو و این شماره تلفن، افکت ای، چون ممکنه گرچه اون شماره تلفن هم درست بود، همین بود. اوکی، ببینید و بشنوید و آگاه شوید. سلام بر بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم که همراه ما هستند و مایل به بیشتر دانستن درباره باتلاق‌های غرب ایران و جنوب شرق عراق.
در گفتارهای پیش موقعیت جغرافیایی و تاریخ کهن و اوضاع مردم و زحمتکشی زنان را برایتان شرحیدم. در این گفتار پیرامون دیگر موجودهای این باتلاق‌ها و بیماری‌های مردم آنجا سخن می‌گویم. آقای سربی لطفاً عکس‌ها را نمایش دهید. این موجودها سبب زنده بودن مردم باتلاق‌ها و ادامه زندگی هزاران سالشان می باشند. این موجودها و نگهداریشان در موازات اهمیت زنده بودن انسان است. یعنی اگر این جانوران و دیگر امور و شرایط باتلاق‌ها در یک جا جمع نمی شدند، انسان نمی توانست در آنجا زنده مانده و به زندگیش ادامه دهد. از این رو شناخت این جانوران به اهمیت شناسایی مردمانش می باشد. مهمترین جانور در باتلاق‌ها گامیش است. گامیش شبیه گاو و کمی حجمش بزرگتر است. این حیوان رنگش سیاه با تاریکی‌های کم و زیاد می باشد. تفاوت رنگ یگان فرق میان این حیوان و گاو نیست. طبقه زیر پوست گامیش چربی بسیار دارد. این حیوان فقط در جاهای گرم و در درون آب میتواند زندگی کند، در حالی که گاو یکی از حیوانهای بسیار کمی است که میتواند در محیطهای سرد و در سراسر کره زمین زنده بماند. چربی زیاد زیر پوست گاومیش سبب میشود که این حیوان همه روز و احیانا شب را برای خنک بودن در آب بگذراند. کسانی که در محیط گرم و نزدیک آب شیرین زندگی می کنند می توانند این حیوان را پرورش دهند. از این رو محیط باتلاق‌ها برای پرورش گاومیش ایدئال است. مردم باتلاق‌ها می توانند دور از دیگر انسان‌ها بدون نیاز به خارج به زندگیشان ادامه دهند. زنده ماندنشان بدون داشتن گاومیش غیر ممکن است. رابطه بین مردم باتلاق‌ها و گامیش به اندازه ایست که نمیتوان این حیوان را بخشی از افراد خانواده نشمرد. افراد خانواده از کودکی با گامیش‌هایشان یک نوع رابطه و همبستگی برقرار می‌کنند. چون در کنار کلبه‌هایشان طویله ای نیست، این حیوان در کنار کلبه می‌خوابد، می‌زاید، شیر می‌دهد و مانند انسان‌های باتلاق‌ها با آنان می‌زندگید. یک خانواده باتلاقی را نمیتوان یافت که گامیش نداشته باشد. کسی در آنجا این حیوان را سر نمیبرد که گوشتش را بخورد. این حیوان را خوراک یا نان آور خانواده میشمارند. برای افزایش تعدادش کوشش و تقلا میکنند. ثروت هر خانواده بنابر تعداد گامیششان حساب میشه. یک نوع همزیستی میان گامیش و دیگر حیوانها آفریده شده که در محیط باتلاق‌ها نمونه است. در کنار گامیش برخی گاو دارند. گامیش با خوردن برگ نی اکتفا می‌کند، اما گاو یونجه و کاه می‌خواهد. مردمان باتلاق‌ها که نزدیک خشکی به سر می‌برند و توان به دست آوردن خوردنی گاو را دارند، به اضافه بر گامیش این دام را هم می‌پرورانند. در آب‌های باتلاق‌ها ماهی فراوان است. تعداد ماهی های خوراکی در آنجا به 7 نوع میرسد که برای مصرف خانواده و در حالت توانا فروش و صید می شوند. حیوان دیگری که در محیط باتلاق‌ها منفرد است یک نوع موش آبی است که مورد توجه پژوهشگران جانوران قرار گرفته. این نوع موش فقط در محیط باتلاق‌های ایران و عراق یافت شده و صفتهایش با موش‌های آبی دیگر جاهای دنیا متفاوت است. بر نگهداری و حفاظت از این موش دانشمندان حیوانشناس بسیار تأکید کرده و کتاب‌ها نوشته‌اند. پرندگان بخش دیگری از جانوران این محیط هستند. مردم باتلاق‌ها اردک پرورش می‌دهند. یک نوع اردک سیاه رنگ کوچک که هم حجم مرغ است در آن محیط زندگی می کند. این اردک را بش می نامند. مردم باتلاق‌ها در زمستان که هوا سرد است و می توان گوشت را برای چند روز نگه داشت و این حیوان در حال تخم گذاری نیست، بش را شکار و در شهرهای محیط خود می فروشند.
باتلاق یا هور یا تالاب پا به واسطه حضور این پرندگان استثنایی شهرتی جهانی دارد. همه ساله در دیماه حضور این پرندگان در این تالاب ها به اوج خود می رسد و انگار زندگی در آنجا دوباره آغاز می شود. دراج، میوه خور، اکراس آفریقایی، اردک مرمری و عروس غار از پرندگان کمیاب و نادری هستند که همه ساله چشم هور را روشن می کنند. باتلاق ها یکی از مسیرهای مهاجرت پرندگان است. بیش از 2000 نوع پرنده به تعداد چند صد هزار از هر نوع در فصل مهاجرت از این باتلاق ها می گذرند و با محیط زمستانی و آسمان و نیزارهایش زیبایی مخصوصی می افزایند. یکی از پرندگان که نیزارها را رنگ آمیزی می کند فلامینگوست که هنگام مهاجرت در آنجا چند روزا می گذراند. پرندگان دیگر مقیم باتلاق‌ها چون گنجشک و کبوتر در میان نیزارها آشیانه می سازند. در این گفتار اجازه دهید به موضوع بهداشت مردم تالاب‌ها هم اشاره ای بکنیم. در آنجا بیماری‌های انسان مانند دیگر جاهاست، اما دو بیماری آنان را رنج می‌دهد و گریبانگیرشان است. نخستین بیماری نامش بلهارزیاست. هنگام شاشیدن لوله ادرار انسان باز می شود. وقتی کسی درون آب بشاشد، یرقان یا حشره بسیار بسیار کوچکی که در آب شیرین زندگی می کند و در جهت مخالفت جریان مخالفه و در جهت مخالف جریان شاش توان شنا دارد، وارد عضو انسان شده، در آنجا آشیانه می سازد و افزایش می یابد. دیوارهای مثانه یا پیشابی ادرار را شکافته و موجب خونریزی هنگام شاشیدن می شود. این بیماری موجب ضعف و سستی بسیار بدن می گردد. بلهارزیا فقط هنگام انتقال خون بیمار به شخص تندرست و هنگام رابطه جنسی منتقل می شود و یک بیماری واگیر نیست. بیماری دوم که شناساتر است مالاریا می باشد. این بیماری با گزیدن یک پشه مخصوص از یک بیمار به انسان تندرست منتقل می شود. باتلاق ها جای بسیار مناسبی برای افزایش پشه هستند. ماهی ها با خوردن تخم این پشه ها تعدادشان را کم می کنند. با این حال آنچه زنده می ماند برای انتشار بیماری مالاریا کافی است. بیماری بلهارزیا با افزایش فرهنگ و آموزش ممکن است ریشه‌کن شود. بیماری مالاریا با معالجه و دور کردن بیماران از نیش پشه قابل معالجه است. اجازه دهید یادآوری کنم که همه این اطلاعات درباره باتلاق‌ها، تالاب‌ها و هورها را دنبال کردیم که پس از شناسایی همه اوضاع و مراحل زندگی و تغییر و تشخیص و شناخت مردمان و جانورانش، خانه سازی آنان را بدون تغییر محیطشان شاید بتوانیم بهتر کنیم. آری شاید. در اینجا میخواهم سؤالی مطرح کنم. آیا مسئولی را میشناسید که برای طرح و پیشنهاد حلی برای یک گروه و یا یک جا از میهن به این بررسی ها پرداخته و پس از دانستن همه مسائل یک محیط جهت بهسازی و با کمک کارشناسان رشته های گوناگون یک حل کامل و همه جانبه تقدیم مردم و میهن کنند؟ از این اشخاص که برای حل مشکل های میهن در اجتماع های گوناگون در شرق و غرب میان هم فکران خود سخنرانی و ادعای دانش و فهم و شعور می کنند، کدامشان از همه جوانب حال مردم خبر دارند یا همه مسائل اجتماع را می دانند؟ در کجا بررسی کردند که این راه های پیشنهادی و برنامه هایشان ایدئال و به سود ملت خواهد بود؟ از مسئولین پیشین رژیم شاهنشاهی و رژیم پسینش بپرسید. آیا از حال مردم باتلاق ها و دیگر مناطق دور این میهن پهناور اطلاعی داشتید و یا دارید که توان اندیشیدن و یافتن حل مشکل هایشان
از مغزتان بتراوشد؟ نادانی یکی از صفتهای عقل بشر است که قبل از درک همه مسائل یا دانستن همه امور از یک موضوع و بدون هر گونه بررسی و روشنفکری فوراً رأی صادر و حکم می کند که این چنین و آن چنان باید بشود. هرچه افق مغز کوتاه‌تر و دانش فرد کمتر باشد، حکم صادر کردن و نتیجه گیریش سریع‌تر انجام می پذیرد. حال یک سیناریوی خیالی را برایتان می وصفم که مانندش درباره مسائل دیگری صورت گرفته. تصور کنید فرح خانم شهبانوی ایران که در فرانسه تحصیلاتشون آرشیتکت بود به علتی شنیده و کنجکاو شده و به سرزمین باطلاق‌ها روی آورده و با لباس آخرین مدل دوخت فرانسه بدون توجه به احساسات بیچارگان مردم اونجا بر یک قایق سوار و به دیدن کلبه‌های حور هویزه گردیشیده. هنگام بازگشت شاهنشاه آریامهر را در جریان اوضاع و احوال مردم باطلاق‌ها قرار می‌دادند. شاهنشاه لحظه اندیشیده و فوراً حل نمونه و بی‌همتای ارائه می‌دهند. دستور اعلی حضرت خشک کردن فوری زمین باطلاق‌هاست تا برای مردمانش خانه‌های پیش ساخته و مدرن از خارج وارد و در آنجا بسازند. پول نفت فراوان است و وزیر دارایی بنابر دستورات همایونی و با یک تلفن از دربار با اظهار چاکری بودجه ضروری را فراهم می کند. فوراً دستگاه های اطلاعاتی و تلویزیون و رادیو این طرح شاهنشاه را داهیانه خوانده و با بزرگ کردنش گله مردم نادان با اوضاع باطلاق‌ها را فریب داده و به آنان اینطور می فهمانند که نقشه شاهنشاه نمونه که بدون بررسی و دانستن همه اوضاع احوال موضوع یا یک مسئله نمونه و منحصر به فرد و در دنیا بی سابقه است. عطا و بخشش شاهنشاه را می باید ستایش نمود. اغلب ملت با بی اطلاعی کامل اجرای طرح خوش کردن باطلاق ها را وسیله ای برای بالا بردن سطح زندگی مردمش و رساندنشان به ردیف ساکنین شمال تهران دانسته و چون یک افتخار ملی به آن می بالیدند. مگر همه ما همینطور نسبت به هر چه شاه میگفت و میکرد گلوار تأیید نکردیم، کف نزدیم و هورا نکشیدیم؟ مگر همین کار را برای رهبر حمام بر سر و عبا بر تن نمی کنند؟ اغلب طرحهای کشورهای عقب افتاده در قالب اندیشه رهبر یکتا بدون بحث و بررسی اجرا می شود، یا اطرافیان نادان و تنبل ایده خود را در مغز رهبر کرده و او را به خاری می رسانند. اگر اینطور نبود چرا شاه با ذلت و اشک ریزی جیم شد و همراهانش هم قبلش و یا به دنبالش گریختند؟ برخی فریب خورده و ناآشنا به واقعیت و تغییر برق آسا در جای خود ماندند. با ندانستن و عدم آشنایی به اوضاع و خواسته های مردم تعدادی را شاه در زندان نگه داشت و به رژیم نفهم و بیخرد و کوتاه فکر بعدی تحویل داد تا با عملا فدا شدن سرستن ببازند. با دوری از اندیشیدن و عدم احترام به گفتار و اندیشه های دیگران مردم را لال و بیمغز می خواهند. خارش مردن دانش و عدم احترام به علم و اهمیتش در پیشرفت انسان با خفه کردن هر صدای دیگر اوضاعی به بار می آورد که مغز مردم تنها حلش را در تغییر سیستم می تصورند. دنیای انسان بر روی این کره زمین همیشه همین طور بوده. پس از سپری شدن ده‌ها سال هنوز اغلب سردمداران رژیم شاهنشاهی به اشتباه‌های خود پی نبردند. نشان و دلیلی از واقعیت مغز و گرفتار بودن عقل در طور احساسات؟ اگر اینطور نبود چند تن از آنان جلو آمده و به اشتباه کردن و مقصر بودن اعتراف می نمودن تا هم میهنان و انسانها از تجربهشان درس و عبرتی بیاموزن. این در صورتی که بشر آماده فراگیری باشد.
این یکی از عیب‌های عقل بشر است که در اندیشیدن وسعت افق دید و نگاه به امور در تنگنا گیر کرده و این محدودیت خود را هرگز درک ننموده است. فراریان رژیم پهلوی که در خارج هستند و به دار آویخته شدگان سردمداران رژیم اسلامی در آینده تکراری از این تاریخ بوده و خواهند بود. عدم اعتراف به کمبود عقل، خارج بودنش از تسلط و توان انسان، سستی در شنوایی گفته‌های مخالفین و قبول رأی دیگر و عدم پذیرش انتقاد که بخشی از فرهنگ عمومی ما می باشد موجب می گردد که در اوضاع انسان بر این کره تغییری نتفاقد. مانند گذشتگان آمده و می رویم و هرگز از توان آدم شدن مطلع نگشته و دنیا و در دنیای حیوانی زندگی را به سر می بریم. با دعوت از شما برای شنیدن بقیه مسائل بطلقا برایتان بهترین را آرزومندم. بسیار ممنون از این دوستمون. اجازه بدین که من این صفحه را عوض کنم و برگردیم به استودیو. ممنونم که آقا فرخ نوشته که چرا این دوست ما به جای یک لحظه اجازه بدیم. بعض وقتا وقتی ما این عکس‌ها را از این برمون بر نشون میدیم بعد این پروگرام ما خیلی خوشش نمیاد و قفل میشه و دیدید که اقلا چون پروگرام ها را از قبل فرستادن به اصطلاح تونستیم عکس ها رو بهتر از دفعات قبل نشون بدیم و همش برمیگرده به داشتن وقت و گذاشتن وقت. گذاشتن وقت یعنی شما قید پول رو بزنی، اینجاست که باید دوستان چیکار کنن؟ حمایت کنن. اجازه بدیم من کدومش این 8 رو بردارم، بله از اینجا برای شما بذارم، یا این 8 رو هم عوض کنم افکت 1 رو بذارم. خب بله، آقای فرخ نوشتن چرا این دوستمون به زندگی می کنند گفتن می زندگیند. اگه برنامه این دوست ما رو از خلیج فارس همه رو گوش داده بودین یا گوش کرده باشید یا پیدا کنید روی چیز، ایشون خیلی از کلمات رو اینجوری صحبت میکنن. دلیلش هم من نمیدونم. من خودم به ایشون گفتم که من موافق نیستم هر کسی به ناب ذوق و سلیقه و دانش خودش زبان رو عوض کنه. ما داریم حتی غلط مصطلح، چون مردم اون رو دیگه غلط یاد گرفتن، شما اگه غلط بگی بهتره تا درستش رو بگی. اتفاقا آقای فرزاد برای من یه شعری رو فرستاده بود که من اون روز گفته بودم که اینایی که مشروب میخورن بعدش حالا جریمه شون اینی که مشروب نخورن در میانه، و ایشون گفته بود یا کفاره براتون پخش میکنن، که من همیشه فکر میکردم کفاره است. حالا کدومش درسته؟ میگن آقا کفارش هم داد، یعنی جریمه شو پس داد، هزینه شو پرداخت، ولی ایشون میگه کفاره. حالا باید براتون پخش کنم. در اصل اونو سوال خوبیه، این دوستمون اگر برنامه رو میبینه جواب بدن. یکی از مشکلاتی که من با این نوع برنامه ها دارم که توی برنامه خودم برنامه دیگران رو میذارم، آقای مینویی، آقای صبری حسنپور، آقای مرتضوی مدت بودن، یا آقای همین دوستمون از خلیج فارس، اینه که اینا نیستن که فلبداهه پاسخ بدن و بعدم مشکلاتی دارن. یکیش میگه من ایمیل نمیخوام، یکیش میگه من تلفن نمیخوام، و دیگه شماها بسازید و بسازید و بسوزید با این شرایط. خب ساعت 3:30 میبرمتون آلمان و با آقای دکتر داریوش احمدی خواهیم بود. ایشون موقعی که من درباره جبهه ملی صحبت کردم بعد یه مقاله فرستاده بودن، من به ایشون گفتم آقا چه خبره؟ خب یکیتون بیان برای ما توضیح بدین، چون خود ایشون هم یه وبسایتی داره فکر کنم به نام همبستگی، و ببینیم چرا هیچ کدومشون نمیرن به یکی دیگه بپیوندن.
همه میان میگن وسط کره زمین اینجاست، اینم چوب حقانیت ما، شما به ما بپیوندید، چون ما اینجا میخواییم یک خیمه بزرگ، یک چادر بزرگ بزنیم و همه زیر این چادر با خوبی و خوشی و دموکراسی زندگی کنیم. و اما صحبت از دموکراسی شد، این آقا رضا میگن تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. نه آقا، قبل از اینکه راجع به پهلوی صحبت کنیم، اولا دو تا فوش باید به آخونده بدیم، گروه پدر جاکش جنایتکارشون، تا اجازه داشته باشیم درباره اینا صحبت کنیم. اینم شده یه بدبختی دیگه که تلویزیونای ایرانی چون برنامه ای ندارن، همش میاد فقط با فوش و فضیحت شروع میکنه. این برنامه روانی آریان وطنخواه رو دیدم، مردک دیوانه، میگه در اهواز تظاهرات میکنن، میگن اهواز شده فلسطین، بعد توضیح میداد که ببینید چقدر فلسطینی وارد اهواز کردن که اهواز شده فلسطین. حالا منظور مردم این بود که آقا اگه شما به فقرا کمک میکنید و فکر کردید اون موقع فلسطین فقیر کمک کردید، الان اهواز شده فقیر، احتیاج به کمک داره، بیاین کمک کنید. ولی این نشسته تو کالیفرنیا، بعد تازه مدت هم مثل که قهر کرده بوده دوباره، حالا آمده میگفت که بله اینجوری شده، انقدر فلسطینی آوردن تو اهواز. خب بعضی از دوستان اینا رو دوست دارن گوش کنن. گوش کنید، آزادی یعنی همین. شما برو اون رو گوش کن، مثل آقای پتیک و این سعید و این دوستون آقای سم و فرخ و اینا هم اینجا باشن. اتفاقا شاید اینا فقط منو گوش میدن که مقایسه کنن، یعنی با دیدن یه شخص چی میگن مشنگی مثل من، یه معیار میاد دستشون که بفهمن آدمای دانا کی هستن. ولی دیگه هیچ کنوش به خودش اجازه نمیده آقا اینو نگو، بیا اونو بگو، آقا از زندانا بگو. میگم آقا من زندان نرفتم، اونی که رفته زندان آمد گفت، دیدید که. میگه آقا زندان بودم، بردنم قلب جراحی، دکتر، پزشک. البته ایشون میگه چون من دولت هلندم پشت سرم بود، به من یه مقداری بهتر میرسیدن. ولی از اون و میگه به من گفتن شما میتونی بری، گفتم من نمیرم، این 19 روزم اینجا وای میسم. خب این شما به هر کی که بگی، طرف میگه آقا این چه زندانیه که به طرف میگن بی برو، میگه من نمیرم. یادتونه آقای امیر انتظام میگه من مرخصی دارم ولی نمیرم، بعد طرف نوشته بود اسطوره مقاومت. آقا اسطوره مقاومت یعنی این که بری زندان؟ خب من اینجا میرم یه شیشه میزنم، یه سنگ میزنم تو شیشه یه فروشگاه، همونجا وای میسم، میان میگیرن، میندازنم زندان. بعدم میگن $500 بده تا آزادت کنیم تا روز دادگاه، میگم نمیدم، بعد زندان میمونم. بعد میگن سربی اسطوره مقاومت. مقاومت در برابر چی؟ در برابر کی؟ وقتی شما میری زندان میشی اسیر آخوند، چه مقاومتی کردی؟ مقاومت اینه که بزنی و فرار کنی، بزنی در بری، بزنی اسیر نشی. فعلا معیارها اینجوریه. چه میشه کرد و چه باید کرد من خبر ندارم. و اما ببینیم که آقای دکتر احمدی، بله اینجا هستن، روی اسکایپ هستن و من براشون نوشته بودم 67 دقیقه دیگه، 63 دقیقه دیگه با شما هستیم. ایشون هم نوشته که من هم اینجا هستم. و اما اجازه بدید یه عکسی رو سعید فرستاد، تشکر کنم ازش. این عکس رو ما سیستم قبلیمون این عکس ها رو میگرفتیم میآوردیم اینجا، بهش میگفتن drag and drop، یعنی بگیر بکش بندازش اینجا. حالا این برنامه جدید قبول نمیکنه. عجب ماجرایی. خب بذار مثلا لاکش دوباره، تازه همین یه چیز خارجی تا این میاد حالش به هم میخوره، چی میشه نشون نمیده. عکس این اون موقع میگفتن پاگون، یا پاگون یا رودوشی یا سردوشی، توی ارتش وقتی که دانشجو بودی میرفتی سربازی و اینها، اون مدتی که داشتی دوره آموزشی میدیدی هیچی نداشتی، بعد بهت سردوشی میدادن، درسته؟ سردوشی یعنی روی دوشت این بود. حالا عکس اینه، اگه بتونیم
روشنش کنیم. یک لحظه اجازه بدید. نمیدونم چرا این گاهی وقتی گیر میکنه. فایل اینو خاموش کنم، میترسم این اوپن فایل رو خاموش کنم، هم ماجرا که بهتون گفتم میترسم یه دفعه چیزای دیگه هم خاموش بشه. نه اصلا گیر میکنه نمیره. اوپن فایل حالا رفت. حالا که رفت بذار با هم بس اینو نشون بدیم. کامرای دو اینه. ببین آقا ستاره همون ستاره است. بعد میگه بالاش یه دونه تاج میذاشتن. این شیر خورشیدی که فرخ هم گفت درسته، ولی این دکمه ای بود که به اصطلاح این سردوشی رو میبست. حقیقتا دکمه ای هم نبود، باز بسته نمیشد، برای قشنگی بود. ژاندارا هم اینا رو سر جیبشون و اینا بود، لباس اون لباس قهوه‌ای که میپوشیدن. در هر صورت تا اینجا درجه هست. میبینید چهار تا ستاره یه تاجم بالاش. ممنون و متشکرم. حالا ما پرسیدیم که مخارج شب یلدا چند هست. آقای سعید لطف کرد و برای ما فرستاد و من میتونم بگم تنها تلویزیونی هست که اینجوری ما میتونیم به اصطلاح با بیننده ها در تماس باشیم. تا یه چیزی میگیم یا یه سوالی میکنیم اونا لطف میکنن برامون میفرستن جوابش رو و اینجا گذاشته رو فیسبوک، شما هم میتونید ببینید. ممنون و متشکر. میگه که بله آهان فرخ میگه I was in prison several times in Islamic Republic but I'm not proud of it. خدا پدر و مادرت میامرز. Prison بله. میگه من چندین بار در زندانهای جمهوری اسلامی بودم ولی این چیزی نیست که آدم بهش افتخار کنه. خب دارم میگردم دنبال اون چیزی که سعید گذاشته بود راجع به مخارج شب یلدا در ایران، ولی نیستش الان اینجا. اینی که بعضیا میگن آقا چرا کامنت ما رو پاک کردید، والا بلا من کاری نمیکنم. حتی اینی هم که من میخوام الان ببینم که اون موقعی که دوستمون داشت از خلیج فارس صحبت میکرد من روی کامپیوتر اینوری دیدمش، الان نگاه میکنم نیست. حالا برم پایین ببینم پیدا میشه. اینجوری الان 4 تا فقط مال فرخ میبینم، حتی دیگه اونا رو باز نه بله دیگه باز نمیکنه که من بهتون نشون بدم. اونجایی که مینیسه 4 تا کامنت سم رو هم نشون میده ولی نیستش. در هر صورت اینم اشکالاتی که من نمیدونم چجوری حلش کنم. و اما بذارید من یکی دو تا چیز دیگه براتون بخونم و بریم سراغ دوستمون آقای دکتر داریوش احمدی. رئیس سابق FBI گفت ترامپ دروغگوست و جمهوری خواهان باید در برابرش بیستن. اون روز خیلی عصبانی گفت من نمیدونم اینا وجدانشون کجاست، غیرتشون کجاست، دیگنیتی، کانشس، اینا کجان، چرا نمیان. و ما میدونیم پول یه مشت پیرزن و پیرمردی اونجا افتادن، میگن ما اگه یه حرفی زدیم مثل اون دو نفری که رفتن بیرون و دیگه شما از سوم ژانویه نمیبینیش، اینا هم نمیره. در هر صورت این کمی هم میگه شیرازی ها به شکم میگن کم. حالا کسی که خیلی شکمو بود، خیلی ها شما تهرونی ها میگید شکمو، ما که همه چیزها رو میگیم او، به اینجا که میرسیم میخواییم بگیم که ما فارسا درست میگیم، میگیم کمی نمیگیم شکمو، میگیم طرف خیلی کمیه، یعنی طرفدار شکمش هست. این کمی هر وقت میگن من یاد اون کمی میفتم. در هر صورت دنبال اون چیز فیسبوک میگردم که فرستاده بود و پیداش نمی کنم. میگه ژاپن برای مقابله با روسیه و چین از آمریکا سلاح میخرد. ببینید چه قشنگ دنیا رو، اون به نصفش میفروشه، این به نصفش میفروشه. این بود که یه مدتی که جهان شده بود یک قطبی، ملت میگفتن خب دیگه آمریکا قوی ترین، ما احتیاج به اسلحه نداریم. بعد دیدن گفتن نه آقا برگردیم بریزیمش به هم، بکنیمش دو قطبی، برای هم دشمن درست کنیم، ما میشیم دو تا دشمن بزرگ روبرو هم وای میسیم. این نادان ها هم یه سریش دور من یه سریش دور اون وای میسن و به اینا هم میگیم پول بده اسلحه بخر، پول بده آهن پاره بخر.
پوستر تبلیغاتی جنسیت زده گالری لافایت پاریس ظرف یک روز پایین کشیده شد. اینم از این. میگه جرمی کوربین نخست وزیر بریتانیا را به رأی عدم اعتماد تهدید کرد. این که تازه گرفت، این مال کی بوده خبره برای من فرستادید؟ در صورت نمیدونم. ساعت 3:31 شد. ببخشید زنگ بزنم به آقای، چرا ایشون زنگ نمیزنه؟ اوکی، من الان زنگ میزنم. بریم اروپا، اروپای زیبا. عکس ایشون هم نشونتون بدم. آقای دکتر داریوش احمدی. تو همون صفحه‌ایه که ایشون به من نوشته که با هم تماس بگیریم. ببینید ایشون نوشته اوکی، من حالا میام این بالا، دکتر داریوش احمدی تماس میگیرم. ببینیم حالا اینجا نخه. آها درست شد. آقا خیلی خوشحالم که اینجا هستید. لطف کنید تمام چیزهای دیگر رو خاموش کنید، برنامه های دیگر رو خاموش کنید تا اسکایپ پرتوان و پرقدرت ما با شما صحبت کنیم. از بابت دوشنبه هم از شما عذر میخوام. مثل اینکه شما یا یه اسم جدیدی برای اسکایپ گرفتید یا یه سیستم جدیدی گرفتید که اون سیستم قدیمی کار نمیکرد. دوستان عزیز، با آقای داریوش احمدی هستیم، دکتر داریوش احمدی. من ایشون رو از آلمان، برلین آلمان میشناسم، ولی ایشون هم مثل مارکوپولو همه جای دنیا میره. حالا از خودشون سوال میکنیم کجا هستن و امروز درباره چه موضوعی دوست دارن برای ما صحبت کنن. چون امکان تصویر با اسکایپ نیست، من عکسی رو که روی اسکایپ ایشون بوده یا خود ایشون برای ما فرستاده نشون میدم. وبسایتشون هم وقتی گفتن وبسایتشون هم میارم. آقا خیلی خوش آمدید. به قول آمریکایی‌ها long time no see، خیلی وقت بود از شما بی خبر بودیم. خوشحالم که با ما هستید. بفرمایید، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان. بفرمایید. خیلی ممنون جناب سوربی، لطف دارید شما همیشه و من هر جای دنیا باشم سعی میکنم که تلویزیون مردم و این روراستی شما رو نگاه کنم، ببینم یا گوش بدم. ممنونم از شما. البته خیلی هم خوب نیست آدم روک و روراست باشه، چون ضرر شما درد سرش داری. خود بندم همینم آقای سوربی، خود بندم همین مشکل دارم. بله. ولی در عوضش شب خیلی خوب میتونم بخوابم. دقیقا این است. عرضم حضورتون که من حضور بینندگان، شنوندگان تلویزیون مردم درود میفرستم، سلام عرض میکنم، امیدوارم که تندرست باشم. سوالایی که شما کرده بودید آقای صوربی، میدونید شما با هم تماس میلی داشتیم، من سوالای شما رو میدونم و اگر که اجازه بدید من خلاصه ای عرض میکنم خدمتتون و اگر سوالی بود در خدمتتون هستم. بفرمایید، ما سراپا گوش. عرضم حضورتون که مسئله جبهه ملی، ببینید مثل همه کشورهای دنیا شما به توده مردم که نگاه میکنید، اینا سه تا خواسته دارن. یکی این که میخوان مستقل باشن، کسی بالا سرشون نباشه، کشوری به اینا دیکته نکنه. بعدش هم این هستش که میخوان آزاد باشن، آزاد باشن. و این آزادی رو یکی از بزرگان جبهه ملی خیلی خوب تعریف کرده، به نظر بنده البته. باید عرض کنم جناب صوربی، بنده نه سخنگوی جبهه ملی هستم، بنده یکی از طرفداران، هواداران دکتر محمد مصدق هستم، مثل آقای دکتر امینی، مثل خانم جیلانی. و به خاطر این که اطلاعاتی هم که من دارم از ادبیات و نوشته های آلمانی و اروپایی است بیشترش، اینا این هستش که
یکی از دو آقایون جبهه ملی بدین صورت این آزادی رو ترجمه کرده تفسیر کرده بود. آزادی یعنی احساس توانایی در طرد زور و همزمان احساس ناتوانی در اعمال زور. این سالیان دراز من دیدم عجب تعریف خوبی است که همه میدونن اینا. مسئله بعد این بود عدالت اجتماعی، که قانونی باشه، قانون اجرا بشه، بی قانونی نباشه. به خاطر همین هم جبهه ملی همیشه صحبت از قانون اساسی میکرد، میگو آقا ما قانون داشتیم، این مردم به هر صورت فعالیت کردن، کشته دادن، این بی خود نیومده. شما حساب کنید 1905-1906 هنوز روسیه نداشت این قانون. و این مسئله بود که دکتر مصدق و حتی تا زمان انقلاب هم جبهه ملی پایبند این قانون بود، چون میدونست که میشه با این قانون کارایی کرد، ولی متاسفانه نشد اون چی که اینا میخواستن و این انقلاب شد. که این در جبهه ملی آقای سربی از سوسیالیست دو آتشه تا لیبرال و پانیرانیست یعنی ایران دوست وجود داشته. مثلا شما حساب کنید در جبهه ملی ما آقای خلیل ملکی رو داشتیم، همزمان آیت الله زنجانی هم بوده، ولی اینا به این اصول جبهه ملی اعتقاد داشتن و در این رشته کار میکردن. شما حتما اسم آقای شمشیری رو شنیدید، ایشون یه بازاری بوده، یک شخصیت ملی. این هستش که من فکر میکنم حتی خود شما آقای سربی به خاطر همین رفتید در سازمان جبهه ملی واشنگتن، ولی خب دیدید که نمیشه. شما حساب کنید خواسته های هر فردی بیش از همین ستا واقعا نیست. از این نظر جبهه ملی بیانگر خواسته های توده مردمه. مثلا حزب کمونیست میگه آقا ما دنبال کارگرها هستیم، شاهنشاهی میگه آقا ما میخوام اینجوری باشیم، نمیدونم سلطنت اینجوری دوست داریم اینا. این هستش که در هر صورت این بود داستان جبهه ملی. در جبهه ملی آقای سربی شما سوال کرده بود چرا جبهه ملی ششم پنجم. ببینید این سنت در جبهه ملی که ما میبینیم در فرانسه هم هست. شما ببینید رپوبلیک به حساب جمهوری اول که در 1723 بوده، درست دقیقا یادم نیست، و الان هم جمهوری پنجم هست. به مرور زمان طبق عوض میکنن یه چیزایشو، ولی این انشعاب نیست. ببینید در گذشته سالیان دراز بعد از اینکه خمینی جبهه ملی رو مرتد کرد، یه سری از دوستان یاران دکتر مصدق و جبهه ملی اینا فقط کارشو شده بود منتظر بمونن یه نفر بمیره تسلیت براش بفرستن. این بود، چون امکان دیگری نداشتن، یا مثلا یه غرم بزنن گاگو داره. ولی در همین زمان افرادی بودن مثل آقای زعیم، مثل آقای باوند، مثل عیسی خان حاتمی، اینها به زندان افتادن. به خاطر چی؟ به خاطر این که گفتن آقا اینجوری نمیشه، این مملکت مال ماست. و این مسئله ببینید آقای سربی، عرض کردم که بیانگر خواسته های مردم باعث میشه که مثلا در شهر اصفهان اینا نوشته بودن شهرداری رو، شهرداری افتاده دست جبهه ملی، جبهه ملی اونجا داره فساد میکنه. خب مسلما این روزنامه، این سایت ندای اصفهان، این سایت حزب الله و دولت اونجاست، یعنی صدای شهرداری است در حقیقت. خب اینها مردم ایران میبینن آقا اینا ملیون، اینا چیزی نمیگن، اینا میگن آقا این مملکت مال ماست، ما دوست داریم این مملکت رو، ما میخواییم موسیقی گوش بکنیم، ما میخواییم مثل آدم تو خیابون را بریم. خب اینا چیزی نیستش که. از این نظر ما همیشه گفتیم کسانی که با اینا کار میکنن آقای سربی، اینا همه حزب‌اللهی و طرفدار خمینی و اینا نیستن، ایران دوستانی هم در بین اینها وجود داره.
این بود که شما سوال کرده بودید که آره این جریان اصفهان شد. بله، اونا آزادی و موزیک گوش کردن و اسمش گذاشتن فساد. و اگر یادتون باشه من فرستادم خدمتتون اون ویدیوی هم چیز کردن که گفته بودن اینجاها شما دیگه نشون نمیدید، خیلی بده، چون اونجا داشتن میرقصیدن، عروسی بوده، نمیدونم جشن تولدی بوده، از این مسائل که ما اونجا هم یارانی داریم، نه تنها در اونجا بلکه در تمام شهرستان ها هستن افرادی که ملی هستن. اینا هم حتما نباید عضو جبهه ملی باشن، ولی از اونجایی که خواسته های اینها رو جبهه ملی بیان میکنه، در هر صورت اینا اگه یادتون باشه مثلا میدان جلالیه، اینا عضو جبهه ملی نبودن، ولی تا حدود 1 میلیون آدم جمع شده بود در اونجا. این است. بعد این که در خارج از کشورم شما سوال میکنید چند تا جبهه ملی، آقا اینا کیان؟ آیه سوربی، در ایران جبهه ملی میتونه بگه آقا این کار نکنید، به تا به حالم کسی نکرد این کارو، ولی در خارج از ایران هیچ امکانی ندارن که اینا بتونن از نظر حقوقی شکایت بکنن و بگن آقا شما نمیتونه. هر کس میتونه برای خودش بگه من بله هستم، طرفدار هستم، نمیدونم عضو هستم جبهه ملی. تا به حال هیچ رابطه سیاسی از داخل با خارج نداشته، فقط این تماس های شخصی بوده. ولی از زمانی که جبهه ملی ششم موجودیت خودش اعلام کرده تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، جبهه ملی اروپا ارگان رسمی جبهه ملی ششم هست که در سایتی هم به نام مهستان وجود داره که اونم بیانگر این مسائل است. بعد مسائل دیگه که آقای سوربی شما سوال کردید و همیشه این مسئله دیگرون هم سوال میکنن، این که این اپوزیسیون چه کار میکنه، این اپوزیسیون تا به حال چه کار کرده در خارج از کشور. من فکر میکنم از جایی که در رابطه با کارم هست و میدونم، اینا تنها کاری که میتونن بکنن صدای داخل رو به خارج برسونن، با نمیدونم گاردن پارتی درست کردن. آقای سوربی، برای یک کنگرسمن آمریکایی دخترای ایرانی رو بردن، این به جایی نمیرسه. منظورتون مجاهدین هستن؟ منظورتون مادرید گذاشته بود بودم. ببخشید، منظورتون مجاهدین هستن آقای احمدی؟ بله، منظورتون مجاهدین هستن؟ نه خیر. آقایانی هستن از طرفدارای سلطنت هستن، حالا مجاهدین هم که به جای خود اونا، بله. ولی من این رو از یک نفر، بله، نه من این رو دارم از قول یک نفر که ایشون، من نمیدونم، سکرتر یک کنگرسمن بود در یک جلسه ای که میگن به نام کلوپ مادرید، یک کلوپی وجود داره که سیاسیون قدیمی هستن و رئیسش هم پرایم مینیستر خانومی بود مال کانادا، و این آقا ما راجع به روسیه بود مثلا، آقای سوربی، بله، صحبت از دخترای خوشگل روسیه شد که ایشون در اومد با آقا تو نمیدونی، چون ایشون نمیدونستن من ایرانی هستم، گفت نمیدونی این دخترای ایرانی چقدر قشنگ هستن. گفتم خب بله چجوری بوده؟ گفت این ایرانی ها مخصوصا طرفداران سلطنت، اینها میان این آقا رو چون عضو کمیته خارجی هست، حالا نمیدونن ایشون مثلا با روسیه کار، با روسیه اساسا، ایشون رو دعوت میکنن با امید این که نمیدونم دری به تخته بخوره یا ایشون بدون کاری بکنه، و میارن دختر هستش اونجا پارتی میذارن، غذاهای خوب ایرانی هستن، دخترها میرفسن و شروع شد تو این مسائل خلاصه. و این برای من واقعا باعث شرمندگی بود. آقای سوربی، چلبی رو یا هر نوکری رو ارباب تعیین میکنه، خودش نمیره به سراغ بگه آقا من نوکرم. این باعث شرمندگی این اپوزیسیونیست که در به در دم درا خابیده
نمیبرم، نمیدونم زعفران میبره، این کار میکنه که آقا ما هستیم. آقا شما تا به حال ندیدید که یه نوکر بره بگه آقا من میخوام نوکری کنم بیام بگیرنش؟ نه، ارباب خودش میره سراغش. چلبی رو آمریکایی‌ها انتخاب کردن آقای سربی، چلبی نرفت خودش رو بگه من هستم. متاسفانه امروز اکثر این اپوزیسیون خارج از کشور یک حالت جوک شده و به خاطر همین هست. حالا اگه خواستید یه دفعه من میام راجع به چگونه سیاست خارجی کشوری مثل آمریکا یا آلمان که از آمریکا برداشته شده چجوری میشه، برای همیهنان میتونم بیام بگم که عملا اصلا سیاست خارجی چجور تعیین میشه. اینجوری نیستش که چند نفر برن بگه آقا ما هستیم، بیان اگر شد ما نفت به شما میدیم، این کار بکن. اینجوری نیست آقا، اونا منافع خودشون رو خیلی بهتر از من و شما و دیگرون میدونن. اینم این مسئله بود. مسئله دیگه ای که شما و دیگرون صحبت میکنن که آقا این نتیجه رفتن زندان مثل آقای زعیم، آقای تبرزدی، دکتر ملکی، نمیدونم امیر انتظام، یک عمر شد در زندان. من این رو عرض میکنم. چرا آقای سربی؟ شما تصور کنید به خانواده شما، به خونه شما یک گروه نتراشیده نخراشیده میریزن و به زن و بچه شما تجاوز میکنن، شما وامیسی نگاه میکنی؟ مملکت ایران امروز چنین است. درسته که یه سری هم اومدن 40 سال قبل گفتن آقا ما قبول داریم، اینها این احساس دارن که آقا اومدن دارن آفتابی گردن مردم میندازن، نمیدونم کجای دنیا لباست اینجوری باشه، نمیدونم ریشت باید اینجوری باشه. این یک سری اومدن و اینا احساس مسئولیت میکنن، این کار هر کسی نیست. این شما خودتونه بذارید، عرض کردم در خانواده شما اومدن یه سری اسپانیش یا از جاهای دیگه، نمیخوام توهین بکنم، اومدن ریختن تو خونه شما، خب شما وای نمیسته که بگی آقا هر کار دلتون میخواد بکنی؟ خب این کاری که این دوستان انجام میدن به نظر من مثل این میمونه که برن توی پستو باشن، بعد طرفم در باز کنه بگه ما کارمون تموم شد بیا بیرون، بگی نه من میخوام همینجا باشم. این اتفاقا هستن آدمایی که در زندان هستن و میگن آقا ما میخوام همین تو زندان بمونیم چون انسانهایی که اینجا هستن هم فکر من هستن. میدونید این مسئله هست، ولی این شما احساسات انسان این تلفن شما مثل که داره زنگ میزنه. نه اگه اونجا چیز دیگه باز هست اونا رو ببندید، چون صدا منعکس میشه و شما با تأخیر صدا خودتون میشنوید، یه مقداری کانفیوژن ایجاد میشه. بله، عرضم حضورتو که آقای سربی این مسئله رو ما آقای مهندس امیر انتظام به خاطر ایدهش، شما ببینید خیلی آدم ها در تاریخ دنیا های من چیز دیگری رو اجازه بدید من ببینید اونجا داره یه صدای از ما به شما میرسه با تأخیر. الو؟ چون... بله بفرمایید. بله الان خوب، الان درست شد آقای سربی، بهتر شد؟ صدای شما از اولم خوب بود، فقط وقتی که یه برنامه روشن باشه اون صدای برنامه با تأخیر به شما میرسه، شما دچار اشکال میشید. حالا من اگر یا با گوشی مسئله رو بارها از جای دیگه هم متوجه شدم، ولی دیگه خب کارش نمیتونم من، هیچ اشکال نداره، من ساکت میشم شما صحبت کنید. باز نیست آقای سربی. بله من ساکت میشم شما صحبت کنید، بفرمایید. بله عرضم حضورتون که این هستش که فرض کن کسانی مثل آقای تبرزدی که عمرش رفته، شما ببینید این در همه کشورهای دنیا این چیزایی وجود داشته. شما در مثلا استقلال آمریکا رو نگاه کنید ببینید چقدر کشته شدن، شما در انقلاب فرانسه رو نگاه کنید ببینید چقدر کشته شدن. انسان‌هایی هستن که این احساس دارن آقا هرچم که شده حالا
به هر صورت روی مسئله ایدئالیستی میخواد باشه یا یه مسئله دیگر، اینها اینه. و به نظر من افرادی هستن مثل دکتر مصدق، افرادی هم هستن مثل دکتر فاطمی که نظرشون میگه. شما خودتون میدونه چند نفر میخوان شما رو بزنن. من اطلاع دارم، به شما گفتم میخوان بیان مثلا سوروی رو بزن. خب به خاطر اینکه شما داری کار میکنی، به خاطر اینکه داری فعالیت میکنی. خب اینا هم که نمیگن، آقای امیر انتظام میگه آقا این مملکت منه، من وظیفه ملی منه که بیام بگم آقا این درست نیست این کاری. اگه بنا باشه که همه ساکت باشن که خب نمیشه. ببینید همین آقای اوسالو مثلا ایشون خب زج کشیده، نمیشه گفت آقا بشین. اگه بنا باشه آقای سوربی همه بشینن و منتظر بمونن که چه خواهد شد، خلاصه ما که نمیتونیم. نه آخه آقای، اما مسئله خانواده، شما ممکنه خودتو به کشتن بدی که به دختر تجاوز نکنن. کاملا قبول دارم، با شما هم عقیده هستم، فقط اشکال صحبتای شما اینه که شما دو تا گزینه رو به مردم میگید، میگید یا ساکت باش یا زندانی باش. خب من میگم که راه های دیگه هم هست. ماندلا رو شما نگاه کنید، آقای نلسون ماندلا آمد با همونایی که زندانش کردن، حتی الان شایعاتی هم هست که اینا سالها باهاشون همکاری میکرده. من اگر میبینم خب اینا دارن هر غلطی میخوان انجام میدن. تازه مثلا ببینید مسئله اینه که امروز ملت ما، آقای سوربی، ما در تاریخمون بدون رودرواسی ما فرهنگ سیاسی نداشتیم. حالا من نمیخوام راجع به فرهنگ‌های دیگه صحبت کنم، همین نداشتیم. ما ملتی هستیم، شما خوب میگید مفخور. ببینید من بارها گفتم اگر که بیان به همین توده مردم، توده ناآگاه میشه گفتی. ببینید آدم یا مذهبیه، کسی که مذهبی شد آقای سوربی این دیگه خودشو میده دست مذهب، افسارشو میده دست یکی دیگه. بله کاملا درست. بله این دیگه خودش نیست. ببینید ما فرق میکنیم، مثل اون چیزی که در آفریقای جنوبی بود، حرکتی بود که سالیان دراز و چقدر کشته داد آقای سوربی. اونجا بی خود نبود، ماندلا سالیان دراز در زندان بود. ولی ما نباید ناامید باشیم که بله چون اینا در زندان، اینا در آینده ایران اگر باشه، این ایده ها حداقل این ایده ها پا بر جا خواهد موند. اینم به خاطر اینکه مملکت ما به یه طرف، به یک جایی بره که واقعا امروزه آقای سوربی مملکت ایران مثل قرون وسطا داره اداره میشه. درسته که نمیدونم اینترنت هست، گوشی هست، نمیدونم تلفن موبایل هست، همین آقا اینا در کره شمالی هم هست که اون پول هم نداره. اینا این هستش که ملت همیشه دنبال اون سه اصلی که هستن، اینی که مستقل باشن، اینی که آزادی داشته باشن. آزادی هم این نیست هر کار دلشون خواست بکنن، اون چی که عرض کردم خدمتون، و یکی هم قانون مداری باشه. خب اینا رو موقعی که آدم میبینه نیست، بعضی هستم میگن خب این کار من نیست، دست من بر من میتونم قبول بکنم. یکی از دوستان میگه این 1% هستن که مثل ما فکر میکنن، 99% میگه خب همینی هست، شاید هم فردا اگر لنگ مرغ و نمیدونم برنج اینا بریزن تو بازار و فلان بشه اصلا همه چی تموم شه. این هستش که اون توده روشن فکر نسبی که ما در ایران داریم، عرض میکنم نسبی، اینها شاید بتونن، و همه جا اینجوری بوده، این اقلیت بودن آقای سوربی که توده رو راه انداختن. امیدوارم که خلاصه این به نتیجه برسه. اگر که شما امکان داشتید و خواستید برای من، این چون کارم هست اینا، بیام یه دفعه براتون، برات همیانان از این، متاسفانه تا به حال صحبت نشده که آقا سیاست خارجی آمریکا چجوری تعیین میشه. این اینجوری نیستش که یک خب تقصیر شما هاست که نمیان. من در حین صحبتهای شما صفحه وبسایتتون رو نشون دادم، قبلا هم یه مدت اصلا وبسایت شما روی مردم تیوی بود، حالا اگه دوست داشتید باز میتونیم رو صفحه اصلی بذاریم، همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران. و همون چیزی که من به دیگرانم میگم، همه چیز رو نه من میدونم نه همه چیز رو من میتونم بیام توضیح بدم. افرادی مثل شما که کارشون بوده، تخصص دارن، زحمت کشیدن، توی این کار عمری گذاشتن، اینها باید بیان
این کار حتما انجام میدیم، ولی نتیجه یا لب مطلب شما امروز این بود، چون ما اصل صحبتمون از اینجا شروع شد که جبهه.net خبرگزار جبهه ملی ایران نوشته بود اتفاقات اخیر در جبهه ملی، بیانیه شماره 2 گفتگو با موسویان و باوند نوشتن. شما میگه انشاباتی انجام نشده، من دارم از نوشته خودشون میخونم. هم میهنان گرامی، نظر به اتفاقات اخیر در جبهه ملی ایران، بعد توی گیومه کد نوشتن پوست اندازی، دوباره توی گیومه یا انشعاب به آگاهی میرساند که متاسفانه تلاش ها، اولا خود جمله غلط. بله خب همین بله. همین ببینید کیا نوشتن این رو، میدونید همینه. شما الان آقای سوربی چندین سایت هستش که بله. راجع به اسم جبهه ملی است. خب ببینید یکی از وظایف جبهه ملی، اگر حتی شما مثلا فرض میکنید، من مثال میزنم مجددن جمهوری فرانسه رو، بله. موقعی که آقا میبینن بعد از جنگ جهانی دوم مسئله عوض شده، الان در ایران مسئله عوض شده، حالا یه سری که میخوان بمونن همون جوری که 40 سال موندن، آیا این درسته؟ آیا این شما خودتون بارها انتقاد کردید که آقا اینا چیکار میکنن؟ اینا کجور که امروزه میبینید که فعالیت ها زیادتر شد. آقای سوربی صحبت از انشعاب نیست، اصلا انشعاب وجود نداره. موقعی میگه از پنجم به ششم، مسلمه که چندین نفر گفتن نه آقا ما میخوام همون جوری باشه. خب این خب راحته دیگه آقای سوربی، موقعی که ما هیچ کار نکنیم منتظر بمونیم یه نفر بمیره براش یه تسلیت بفرستیم، واقعا همین بوده آقای سوربی. بله خب ممنون میشم، حالا در آینده باز بیشتر با هم قرار میذاریم. شعابی وجود نداره. بسیار ممنونم آقا، خوشحالم که بالاخره تونستیم بعد از این مشکلاتی که بود با هم صحبت کنیم و منتظر میشیم تا در هفته‌های آینده، احتمالاً بعد از سال نو، چون الان دیگه همه به فکر تعطیلات و مسافرت و جشن‌ها و دید و بازدیدها و مهمونی‌ها هستن، احتمالاً تو سال 2019 مخصوصاً من این شما احیاناً میشناسید اینا رو، جبهه دات نت و آقای بیژن. نه جبهه دات نت نیست، جبهه اینفو، جبهه ملی اینفو، من براتون میفرستم آقای سوربی. بله اگه لینک ها رو بفرستید ما میتونیم به مردم بگیم که اینایی که با این نام هستن اصلی هستن. اینا خب این همه جا رسمه، شما ساعت رولکس نگاه کن، ساعت 12000 دلاری رو من تو واشنگتن که میرم طرف میاد تو چراغ قرمز وای میسه میگه میخری 100 دلار رولکسه، میگم نه این رولکس 13000 دلاره، شما بفروشش 13000 دلار یه 50 دلاری به من بده، من ساعت نمیخوام. همه جا چیزای قلابی هست، معمولا اون اصلیه هی سعی میکنه توضیح میده که مردم اصل رو از قلابی به اصطلاح تمیز بده. من عرض کردم که جبهه ملی اروپا ارگان رسمی جبهه ملی ششم هستش در اروپا، در ایران هم خودشون هستن صحبت میکنن این مسائل رو. ولی آقای سوربی شما این رو در نظر بگیرید، در اون خفقان، در اون جوری که اینا همه با قرار نمیدونم ضمانت از زندان آزاد شدن، مثل آقای مهندس زعیم یا مهندس تبرزدی، اینها واقعا چه حالتی وجود داره؟ هر آن ممکنه بریزن اینا رو بکشن ببرن زندان، خود شما میتونید این مسائل میدونید، ولی اینا موندن اونجا و شما بارها میگید آقا ننشینین از پشت منقل نمیدونم دفاع بکنید، که ما گفته بودیم که جبهه مبارزین پشت منقل، نه در ایرانن آقای سوربی، نه اینکه در کالیفرنیا در نمیدونم در لس آنجلس نشستن و میگن لنگش کن، این نیست. اینا هیچ موقع نگفتن. البته منظور من به اینایی هست که این ور اون ور هستن، من حتی چراغاتو روشن کن اینا خاموش کنی. من حتی به آقای بیژن مهرم اینجا خیلی مستقیم بهش اعتراض میکنم و میگم این کارهایی که شما میکنید، چون مثلا ایشون برای من نوشته بود که ما در این طی این 40 سال این کار کردیم، میگم آقا این حرفا چیه؟ هر جای اتفاقی میفته شما میتونید بگید
من انجام دادم. منم میتونم آمدن روز و شب رو بگم من این کار رو انجام میدم. از همه الانم هم بهتون میگم دوستان فردا ساعت 5 صبح آفتاب میاد بیرون. خب اینو معجزه من بذارید. من فکر کنم یه مقداری وظیفه شماهایی که اون قسمت اصلی هستید سنگین تر میشه که بیاین این کپی ها رو نشون بدید. بازم از شما ممنونم. ما همین اسم و اینا رو رو اسکایپ نگه میداریم تا بتونیم با همین با شما در ارتباط باشیم. اگه رو فیسبوک هم باشید خیلی ساده تره. ضمناً من یکی از دوستانی که کارهای کامپیوتر انجام میده با عکس و اینا نشون داد که فیسبوک بندوید یا چیز کمتری استفاده میکنه. بله آیا سر به اجازه بدید این جریان فیسبوک بفهم. من چون در رابطه با روسیه کار میکنم بله. و ایجه درد سر داری یه مقداری من به نام همبستگی ما داریم همبستگی ایران فیسبوک داریم ولی عرض میکنم خودم شخصا به خاطر اینکه افراد مختلف میان و اینا این درد سرساز بود برا من. شما اگه اجازه بدید من از این وقت کوتاهی دیگه هست استفاده کنم به شما خانوادتون بهترین آرزوها رو بکنم برای این عید کریسمس و برای سال آیندم برای شما آرزوی تندرستی پیروزی و برای همه آزادی خواهان ایران ایرانی های آزادی خواه نه ملت قهرمان بلکه آزادی خواهان ایران بهترین آرزوها رو میکنم. من از شما ممنونم. فقط من یه خواهشی از شما دارم، همین جوری که شما از روسیه این ترامپ رو به ما غالب کردید یه جوری بیا آقا ورش دار ببرش اونجا. ولی آقای سوربی این واقعا یه دگردیشنه برای آمریکا. چجوری روسیه میتونه در اونجا آقای سوربی کلینتون 3 میلیون رای بیشتر آورد؟ آقای سوربی اینا روسا اصلا دارن کیف میکنن این حرفو میشنون. آقا ما میتونیم تو آمریکا این کار بکنیم در ساعتی که واقعا اینجوری نیست. ببینید این اون چند نفری که نمیدونم 300-400 بهشون میگن آلمانیش میگن والمنر، اونایی که انتخاب کننده اصلی هستن چند نفر هستن؟ بله، اونا گردانندگان دنیا. وگرنه خانم کلینتون من فکر کنم 2-3 میلیون رای بیشتر آورد. بله. چطور میتونه پوتین این کارو بکنه؟ من خوشحالم که نمیتونه، من میدونم که نمیتونه آقای سوربی، امکانش نیست. یعنی آمریکا با سیلیکون ولی و اینا چنار گذاشته که روسا بیان این کار بکنن. اینا حرف آقا، این که جوری نیست. ممکنه پول به چند نفر داده باشن، هیچ شکی نیست. بله بله. ممکنه صحبتش هم کردن، هیچ شکی. ولی از نظر تکنیکی آقای سوربی شما خودتو مهندس هست، خودتو واردید توی جریان، این کار ساده ای نیست که هر کس بیاد اونم آمریکا بخواد مانیپولیشن بکنه. این همین. بسیار ممنونم از شما. خدا نگهدار دیدارتون. بهترین آرزوها. حتما باز هم در سال جدید با شما بیشتر خواهیم. مرسی. خدا نگهدار. مرسی. خیلی ممنون که با ما بودید. به امید دیدار. دوستان عزیز با آقای دکتر داریوش احمدی بودیم. وبسایت ایشون رو هم بهتون نشون دادم. یه بار دیگه هم نشون میدم. اینجا همبستگی، اجازه بدید، همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران که آدرس سایتشون هست همبستگی خط فاصله ایران دات یا نقطه ارگ. این هست کامرای دو، اجازه بدید یک لحظه. بله من سال هاست که آقای احمدی رو میشناسم و باهاشون در تماس هستم، نوشته هاشون رو لطف میکنن برای ما هم میفرستن. بله این آمد اینجا و این رو ببندم. بله اینه، همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران. چند تا موضوع رو ایشون گفتن، چون مشکل این صدا بود اگه منم میخواستم حرف بزنم اشکال ایجاد میشد، براتون بگم. اول آخرینش این بود که ایشون گفت با این همه آدمای های تک، ایشون لطف کرد من رو هم جزو آدمای های تک حساب کرد، ولی های تک بودن من برای عمه‌هام خوب بود که خوشحال بودن ما درس خوندیم و اینها، بیچاره ها هر سشون مردن. ولی سیلیکون ولی که شما گفتید، این سیلیکون ولی اینها تابع هیچ کشوری نیستن. اگر واقعا یه روزی شما بخواید بگین جهان وطنی، اینا جزء جهان وطنی هم نیستن، اینا بی وطنا هستن. نمیخوام بگیم وطن فروش هستن، وطنشون پوله. یعنی شما بلا فاصله خودتونم بعد درستش کردین، گفتین ممکنه
پولی خرج کرده باشن. دقیقا همینه، روسیه پول خرج کرد و اونایی هم که میخواستن انتخابات آمریکا اینجور بشه، حالا اون 3 میلیون رای اضافی آوردن، سیستم انتخابات آمریکا هنوز مال همون 240 سال قبله و اشکالات اینو داره که نه، حالا تا از زمانی که من اینجا بودم تا حالا دوبار این اتفاق افتاده، جورج بوش هم با رای کمتر انتخاب شد و اومد توی چیز، اون اشکال انتخاباتیه. ولی این دستکاری کردن الان هم دارن صداش در میارن، میگن دستکاری میکنن، حالا که دیگه ایران هم دستکاری میکنه و اینا، یه چیزاییه که نمیشه بگیم نیست. حالا روسیه میخواد بگه مگه ما میتونیم، ما یه آدم کوچولوی هستیم، هایتک هم نیستیم، دروغ میگن. حالا شما ممکنه از لحاظ کارتون شغلتون نتونیم به این به اصطلاح واضحی بگید، ولی من میگم. این یک. دوم، در مقایسه جبهه ملی ایران با آفریقای جنوبی، با آقای نلسون ماندلا، ببینید نلسون ماندلا دید آقا زورش به اینا نمیرسه، پس بهتره که باهاشون بسازه، بیاد بیرون، مردم رو آگاه کنه، بعد با زور مردم بره به جنگ اینا. و دیدید که چه کرد، حکومت رو گرفت، خودش عوض شد، رئیس جمهور شد، ولی باز با اونا هم دشمنی نکرد که وایسن روبرو هم مملکت رو داغون کنه. من میگم آقای امیر انتظام دیگه 40 سال زندان رفته، 27 سال که رفت زندان، بعدم آقای نلسون ماندلا رو دید، کشورهای دیگر رو دید، گاندی رو دید، این ور اون ور رو دید، باید میگفت که آقا این روش من برو زندان تا بمیری قهرمان بمونی فایده ای نداره. آخرش هم مصاحبه آخرش نگاه کنید، بنده خدا دیگه نه چشمش میبینه، نه میتونه بنویسه، نه میتونه بخونه، همسرش آمده بود نشسته بود بغل دستش. من میگم اینا، شما باز قشنگ گفتید که مگه میشه 40 سال همین حکومت یه شکل باشه؟ از خودتون سوال کنید. شما جبهه ملی هم حالا اسمشو میذارین پنجم ششم، ولی شما هم تغییری ندادید، از آقای تبرزدی گرفته، آقای امیر انتظام گرفته، همشون فلسفه اینه که یه نفر حمله کرده به ما، ما باید بزنیم بکشیمش. آقا الان تو تلویزیون یاد میده، میگه خانم شما بدنت تواناییش قدیه مرد نیست، اگه این مرد آمد شما رو گرفت برد فلان، دیدی نمیتونی فرار کنی، با صحبت کردن، یعنی اون اینو گرفته میخواد بهش تجاوز کنه، به این میگه شما با صحبت کردن. چند مدت پیش یه خانمی توی خونش یه دزدی آمده بود که تجاوزم بکنه، نشسته بود براش تخمق درست کرده بود، صابونه درست کرده بود، بعد راضیش کرده بود که شما بیا برو، این همه آدم تو اینترنت آگهی میزنن دنبال دوست میگردن، بعد بخ برو با اونا، چرا میخوای اینجا یه خاک تو سرت بکنی که فردام دی ان ای و اینا بری زندان. ما داریم اینو میگیم، میگیم آقا خب هی هممون بریم، هممون هم افتخار کنیم، من آقا رفتم زندان. خب این آقا فراق قشنگ میگه، میگه آقا من زندان بودم ولی افتخار نمیکنم، گیر افتادم. آقا یه بار گیر افتادی، بیا مرخصی بگیر، خونه و اساس همه رو بذار گرو، در برو، برو 4 تا قدرت رو پیدا کن، بیار پدر اینا رو در بیار، نه که آقا من مرخصی نمیرم، همینجا با دوستان میخوام بشینم. خب اونا میگن میگه کن آقا بیا، اینا این کاغذ مرخصی دادیم به آقای فلانی نرفته بیرون، انقدر زندانای ما خوبه که میگن ما همینجا میخوایم با دوستمون بمونیم. اصلا بد میشه برای خانواده‌شون، میگن انقدر طرف تو خانواده‌اش ناراحته که تو زندان میمونه. این زبون ساده منه، زبون ساده من مردمی. حالا شما اگر بیشتر میفهمی برمیگردیم به اون شعر توفیق، بیچاره دکتر احمدی که گرفتار عقل شد، خوشبخت سربی که خرامت الاغ رفت. میگه که سربی مثل این که کسی کارت های الکتراک انتخاب آمریکایی را به این دوست آلمانی ما معرفی نکرده، ترامپ کمتر از 50% مردم رأی آورد، ولی اون سیستم همون الکترال کالج درست میگه. دوم اینکه روسیه ممکن است هیچ کاری در مورد رأی مردم نتونست بکنه، ولی تبلیغات دروغ در اینترنت انجام میداد،
آقا پریشب باز دوباره نشون میداد که میاد گروه درست میکنه برای سیاه پوستان، از این ور گروه درست میکنه برای سفید پوستان، دوتاشون رو میفرسته سر یه جا تظاهرات با هم دعوا کنه. در صورت بله میگه که در زمان انتخابات معلوم شد بیشتر کلیپ درگیری های پلیس آمریکا با سیاهان را توی اینترنت تکثیر میکردن و آخرش مینوشتن که سیاهای آمریکا نباید رأی بدهید و امثال این سیلیکون ولی به جای خود. ببینید باز دیشب بود که میگفت که الانم شروع کردن به مردم، خود من یکیش، خود من گفتم آقا دیگه رأی دادن ما چه فایده داره، همین که این تو مغز ما تلقی میکنن که آقا این ماها مهم نیستیم، اون 300 نفر انتخاب میکنن، آقای دکتر سلامی هر روز میفرسه دیپ استیت، اون پشت دیپ استیت یعنی یا دولت مخفی، دولت سایه، اصلا داریم شادو گورنمنت. بعد دیگه ما میگیم آقا برای چی ما رأی بدیم؟ وقتی این رأی نداد، اون رأی نداد، اون رأی نداد، اون وقت از اونوری اون میاد میگه که اگه میخواین مملکتتون خارجی ها نیان بیان رای بدین، اگه میخواین براتون دیوار بسازن بیان رای بدین، در صورتی که اصلا دیوار تو نهاد خود این مرده، این مردک این دیواره، ای کاش یه روزی هم بذارنش لای یه دیوار یه جایی تو کانکریت جایی به عنوان مجسمه پلیدی ها و نمیدونم والا. در صورت ممنون و متشکرم از شما دوست عزیز و اجازه بدید همینجا بگم دوستان ممکنه من این چیزایی که فکر میکنم 100% اشتباه باشه، ولی اگر این دوستان فکر میکنن افرادی هستن، چون توی صحبتاشون ایشون هم میگفتن، میگفتن هم شما سوال میکنی هم دیگران هم همین سوالا رو از ما پرسیدن، خب آقای زعیم نباید اصلا اسم خودش رو اجازه بده که آقای بیژن مهر توی وبسایتش بذاره، نباید یه مصاحبه این دوستان با آقای بیژن مهر انجام بدن. اگر اینجوری که شما میگی جبهه ملی یه شعبه است، چون تو ایران نمیتونه فعالیت کنه تو اروپا هست، اصلا بالای صفحه شون بنویسن تمام اونای دیگه قلابی هست، آقا طرف یه قطعی سوهان قم درست میکنه نوشته نمیدونم حاج فلان اصلی، با انگلیسی هم زیرش نوشته اوریجینال، و شما یه جنبشی که الان خودتونم تازه میگین این جنبش ششم، اینجا نوشتید اعلام موجودیت جبهه ملی ششم، من بازم متوجه نمیشم، مگه از بین رفته بود که الان موجودیتش اعلام میکنه؟ مگه این جدیده؟ مثل این که من به جای این که به مردم زنگ بزنم بگم بیان جشن تولد مثلا نوه من 2 سالگیشه، بگم من یه نوه جدید گیرم اومد، خب چرا مردم رو کانفیوز کنم؟ بگم آقا نوه من شده 2 سال، شده 3 سال، این فرق میکنه، بگید سمینار پنجم، نمیدونم دوره ششم، یه چیزی هست، چیزای دیگه، ولی دیدید براتون خوندم، حالا شما بعد نگاه کنید اینو روی بایگانی هست، روی فیسبوک هم باقی میمونه. ضمناً برای فیسبوک هم اگه شما بخوای که چیز کنیم، میتونیم یه چیزی با یه اسم اصلا قلابی شما درست کنید، فقط برای تماس بتونیم از اون استفاده کنیم، اونجوری دیگه کسی نمیاد اونجا و اونو خصوصی نگه میدارید، اصلا به صورت پابلیک نیست، چون شما به من میگی و لینکش رو میفرستی من میتونم، گرچه با این اسکایپ هیچ مشکلی نداریم، مخصوصا شما که نمیخوای ویدیو پخش بشه، با هر تلفنی، با هر اینترنتی، هر جای دنیا که باشید، با هر ضعیفی که باشه میشه انجامش بدید. دوستان عزیز ساعت 4:14 است به وقت واشنگتن شرق آمریکا و اجازه بدید که هم از دوستمون از خلیج فارس تشکر کنم، هم از دوستانی که روی فیسبوک حاضر بودن، هم از آقای داریوش احمدی، و امروز رفتم اینجا یه اداره‌ای دیدم پشت درش بزرگ نوشته روز 24 تعطیلیم، روز 25 هم تعطیلیم، نه ببخشید روز 25 تعطیلیم، روز 26 هم تعطیلیم، وقتی 25 سه شنبه است تعطیل، چهارشنبه هم تعطیل، دوشنبه هم اینا میچسبونن بهش، حالا شما اینو داشته باش، بعد میره اون هفته اصلا مثل که دیگه هفته چی میشه، باطل میشه، ولی ما هستیم اینجا، شما هم میتونید باشید،
پیشا پیش هم رسیدن سال نو میلادی رو بهتون تبریک میگم، هم این ایام که همه خوشن، یه سری به اسم هانوکا و اون دوستان دیگه به اسم کریسمس و اینها، و همه اینها هیچی نیست به غیر از یه سری داستانهای تو خالی بی اساس، ولی چون خوشی هست و مهمونی هست جشن بگیرید، ولی خیلی خودتون رو اینوار یا درگیر نکنید، چون میشید همین که آقای احمدی گفت، افسارتون رو دست این دین مسئولین دین ندین، یکیش به نام خاخام، یکیش به نام موبد زرتشتیان، یکیش به نام آخوند اسلامی، یکیش به نام پدر روحانی. پدر روحانی که دیگه خیلی پررو میگه من شبانم، یعنی شما ایشون چوپانه، من و شما بره و میش و قاطر و فلان، و یه چیزی رو درست گفتن، اینا چوپانن دروغگو. روز روزگارتون خوش، شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، برنامه تلویزیون مردم به دوستانتون هم معرفی کنید، و اگر تا امروز حمایت نکردید خب حمایت کنید، اگر هم حمایت کردید قبلا بازم حمایت کنید، چون ما یه کارتی درست کردیم می‌نویسیم که Thank you for continuous support، یعنی برای ازتون متشکریم برای که حمایت دائمی و ادامه دار شما. به همه میگیم باقا این سکوی ارتباطی رو باز نگه دارید تا افراد دیگه بتونن بیان داخلش صحبت کنن، نه افراد دیگه به ما بگن آقا اینو بگو اونو بگو. من نوکر باباتون نیستم، اگه میخواین نوکر باباتون رو پیدا کنید تو آینه نگاه کنید، اگه شبیه باباتون هستید که خوش به حالتون، نوکر نداشتید لابد. اگه نیستید بگردید ببینید کی بوده. یه جور براتون بگم، یه روزی رفتیم کباب بازار، یکی از این دوستان شاه الله آمد، پسر منم با دوستاش آمد، سلام علیکم، بعد رفت، بعد این حالا خواست، خیلی این دوستان شاه الله خیلی عقب افتاده هستن، خودشون نمیتونن جوک بگن، نمیتونن طنز رو بفهمن اینا. یکشون من گفت آقا پسرت بود؟ گفتم بله. گفت آقا اونم که مثل خودت زشته. گفتم والا ما چه کار کنیم، این باباش سرهنگه. گفتم ما نه بابامون سرهنگ بوده گماشته داشته باشه، نه بابامون پولدار بوده که راننده و باغبون و آشپز داشته باشه، ولی ماشاءالله شما، من میبینم شما شبیه باغبونتون هستین، داداشت شبیه آشپزتونه، اون یکی شبیه راننده تونه. بعد میخواست دعوا کنه، یه نفر دستش گرفت نشست، گفت ببین اشتباه اولی رو انجام دادی، اشتباه دوم دینی که میخوای با سوربی دعوا کن، بشین تا بدنت سالمه بشین، و این حرفی رو که این قشنگ بهت زد برو تو خونه هضمش کن که دیگه همچین غلطی رو جای دیگه نگی. با امید دیدارتون روز جمعه. مرسی که با ما بودید.